اینجا می خوام با دقتی خود به برنامه رو جدی کنیم می با دقت صحبت بکنیم اینجا و این آدم به عنوان کسی که دانشگاهیه و حرفایی رو میزنه در دفاع از جمهوری اسلامی و داره اینا دیگه خلط مبحث میکنن یعنی جمع... این کسانی که من میخوام این برنامه چون این قسمتش مهمه برای همه همون که بتونیم یه ارتقایی پیدا کنیم در برای این جانوران که تلاش هم میکنن بیرون از گفتمان اسلامی صحبت کنن چگونه برخورد کنیم کاری که اتفاقا خود من 2017 کتابش رو نوشتم صالح علم و بعد دیگه این چهرهایی مثل اینا بعد از این کتابی که من نوشتم اومدن دارن تازه کتاب منو میخونن من من اون موقع این کتابو که نوشتم بابت یک حس وطنی بود همش هم میدونید و بابت یک استراتژی بود که حکومت رو بخوایم جا داشته باشه که روش تاثیر بذاریم بعد از اتفاق محسا امینی و اینا دیگه واقعا جایی نداره یعنی الان دیگه قضایی خیلی روشن تر از این حرف هست و میدونیم که با این استراتژی ها این حکومت نمیاد در مسیر شما حتی به آقای پوزیده هم که رای دادید آقای پوزیده فعلا وسط تروریست های منطقه است و دیدید امروز چه اتفاقاتی افتاد تو مراسم تحلیفش نکته اینجاست که به این افراد میان یک حرفایی رو میزنن توجیهاتی رو میخوان بیارن که بگن جمهوری اسلامی در چارچوب یک منطقی حضور داره در منطقه و کارهایی که داره میکنه براش منطق تراشی بکنن استدلال سازی کنن آقای صالح علم در راستای استدلال سازی با اون یارو تریاکیه تو لندن چیز علی علیزاده و با یکی دیگه هم هست یوسف عزیزی و که الانم داداش شنیدم که گویا به جرم یه سری جاسوسی تو ایران دستگیر نمیدونم حالا تا خبرایی رسید که این آقای توحید عزیزی رو گرفتن فعلا چون مطمئن نشدم تو برنامه نگفتم یوسف عزیزی این علی علیزاده است این جنس افراد هستن قیس قریشی که دوباره چند روز کم رنگ شده این افراد پرسان است آبادی غیره اینا دارن استدلال سازی میکنن برای یک حکومت بسته مذهبی ایدولوگ و این استدلال سازی هاشون رو فکر میکنن خیلی بچه زرنگن میخوان تو پاچمون بکنن و اجازه بدید ما ببینیم استدلال سازی ایشون چیه و پاسخ بدیم تا جایی که امکان داره حالا هم سالش شروع بکنم آقا ساله شما شنیدید مقدمه من رو ما دوباره برگشتیم سر نقطه جنگ میشه بگید ما این وسط چی کار میکنیم و اگر قرار گزینه صلح نباشه غیر از گزینه جنگ چی هست گزینه که روی میز باشه و واقعی تنها گزینه برای جلوگیری از جنگ ایجاد توازن قدرته توازن قدرت که جلوی جنگ ها را خواهد گرفت در دنیای بسیار خطرناکی که به سر میبریم که کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق بین الملل عراضی کش... خب میگه که تنها چیزی که جلوی جنگ رو میگیره در حقیقت توازن قدرته توازن قدرتی که جلوی جنگ ها رو میگیره این دیگه هر بچه تو اول ابتدایی هم میدونه و همین کار رو محمد رضا شاه کرد چطور در زمان شما در زمان محمد رضا شاه کسی جرئت نداشت به ایران حمله کنه من ایراد دارم به حکومت شاه که نمیتونه سلاح خودش تولید کنه ولی خب سلاحایی که خرید ما رو تضمین کرد دیگه این توازن قدرت رو ایجاد کرد تو منطقه کسی جرئت نمیکرد سمت پادشاه ایران به ایران پادشاهی حمله کنه و جالبه های سال علم پدران پدر سوخته تو در همون زمان که افرادی چون پرویز نیکخواه پرویز نیکخواه آقای اکبر جعفریان اینا کسانی بودن تحلیلگران رسانه‌ای بودن در اون زمان که همین حرفا رو می‌زدن در دفاع از شاه یعنی آقای پرویز نیکخواه میدونی چرا آقای خمینی اعدامش کرد یکی از جرمای پرویز نیکخواه این بود که واقعی اکبر جعفریان این بود که در صدا و سیما یا تو موقع صدا سیما نشیم تلویزیون ملی داشتیم مثل همه جای دنیا چون همه دنیا تلویزیون ملی دارن این ما هستیم که صدا و سیما داریم بعد آی پرویز نیکخا رو اعدام کردن به خاطر اینکه این, این بنده خدا برگشت گفتش که ما باید این سر آخه چون گیر داره بودن چرا تو آقا سلاح میخری هی یعنی گیری که پدرانه پدر سوخته این ساله علم میدونه این بود که آقا شاه چرا سلاح میخره بعد آقای پرویز نیکا گفت آقا ما سلاح میخره پادشاه ایران به خاطر توازن توازن ایجاد بشه که جنگ نشه بعد آقای خمینی که رو کار آقای ساله علم رو بابت این حرفا اعدام کرد پرویز نیکا رو میشناسید بعدن سرچش کنید خیلی جالبه داستانش حالا همون حرفایی که پرویز نیکخواه و اکبر جعفریان در زمان شاه میزدن و اعدام شدن هر دو همونا رو این پدر سوخته داره میاد میزه این که خب این که نوار خالیه این که آدما ارتش دارن که جنگ نشه ما میخوایم بمب اتم داشته باشیم که صلح تضمین بشه این که باید قدرت داشته باشی که در حقیقت طرفت بترسه بهت حمله نکنه این که نوار خالی بود خب تا به من بگو چرا جمهوری اسلامی تو منطقه داره کر میزنه اینو بگو کشورهای دیگر رو اشغال سر میبریم که کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق بین الملل اراضی کشورهای دیگر رو اشغال میکنن کشت و کشتاری به راه میندازند و برای اونها ساعتها هم در کنگره آمریکا کف میزنند و تشویقش میکنند کسانی که متهم به جنایت جنگی و نسل هستند کس... نکنید حرف حرفای دیگه دوباره زدن به صحرای اره. چیز. کربلا و تعریف قصه حسین کرد شبستری ما در جهانی هستیم که کشورها میان همدیگه رو میکنن ولا اون ال بچامین جنایتکارا رو بردن توی کنگره آمریکا براش کف زدن این جنایتکارا و بحث اخلاقی رو پیش میکشه میشه این واژه اخلاقی رو یه جا دوستان یادداشت کنید چون 5 دقیقه بعد حرف خودش رو قرار نقص کنه اینجا حملش به نتانیاهو از جنس اخلاقی است نگاه کنید. هم در کنگره آمریکا کف میزنند و تشویقش میکنن کسانی که متهم به جنایت های جنگی و نسکشی هستن که کس... کشوری که رسما محکوم به اشغالگری هست در یک همچین دنیایی تنها چیزی که میتونه یعنی درس عبرتی که برای ببینید رس... میگه که کشوری که رسما محکوم به اشغالگری نمیگم دروغ میگه ای خیلی جالبه در این حال که جمهوری اسلامی محکوم به کشتار مردم خودش اسرائیل در هیچ جایی حتی در حد حت حرفم حتی مخالفینش هم یک بار نیومدن بگن که اسرائیل محکوم به کشتار مردم خودشه همیشه صحبت میشه اسرائیل محکوم به کشتار دگری است تو برای کشتار دگری اسرائیل رو داری چیز میکنی به درست یا غلط محکوم میکنی بحث من نیست ولی چطور در آن واحد میتونی از حکومتی دفاع کنی که اصلا نیازی دنیا تایید بکنه یا نه ما زیست کردیم مردم دارن زیست میکنن کلی پدر مادر داریم که در ایران بچه هاشونو این حکومت کشته کلی بچه داریم که پدر مادرشون این حکومت کشته کلی افراد یا همین الان داریم که عزیزانشون این حکومت گرفته ما کلی انسان در حقیقت مدرک زنده داریم نزدیک هزار دختر پسری داریم که چشمشون کاسه چشمشون در اومده و چشماشون رو پروتست کردن یعنی چشم مصنوعی گذاشتن اینا مدرک زندن آقای صالح علم چطور تو در آن واحد نمیتونی این قضیه رو ببینی که اگر اسرائیل تا داری میگی کشته اگر اون دگری رو کشته خیلی هم حالا در جای خودش اصلا غلط کرده بحث میکنیم که ببینیم حالا اون دگریه چیکار کرده که اسرائیل کشته ولی این ما اینجا داریم صحبت از مردم خودمون میکنیم جمهوری اسلامی مردم خودمون کشته بعد حالا اینجا باید بحث کنیم مردم ما چیکار کردن که کشته آیا مثلا در جنگ قدرت دهه 60 حالا اون بازی حرفی در دهه 60 کشتارها اعدامها از جنس دعوای قدرت بوده حالا اونجا آدم میگه آقا بحث رئال پلیتیک من فهمیدارم مجاهدین میخوان حکومت بگیرن جمهوری اسلامی حالا اومده و یه سری از هواداران مجاهدین رو تو زندان همینجوری اعدام کرده اینو من میفهمم این این قابل فهمه بابت در, در چارچوب یک مغز سرده بدون احساس در حقیقت روال پلوتی چون عرصه سیاست هم که عرصه به قول خودت احساسات نیست حالا در ادامه میگی الان چون به نفته یه بخشای احساسی میکنی ولی در بر اساس رئال پلوتیک میفهمم ولی بر حساس همون روال پلوتیک کشدار مردم و در 401 به خاطر پوشش اینا آدم نمیتونی بفهمی دیگه اینا چی میگی ولی تو در آن واحد میبینی که اسرائیل و جنایت کرده دگریو ولی در مورد خود حکومتی که ازش دفاع میکنی که خودی رو کشته هیچی بگو سیاسی کشورها در کل دنیا قابل به صلاح دید هست اینه که شما فقط میتونید با توازن قدرت جلوی سوریه شدن جلوی افغانستانی شدن جلوی عراق شدن جلوی یمنی شدن رو بگیرید جلوی فلسطینی شدن رو بگیرید جلوی قضیه شدن رو بگیرید خب تمام اینایی که نام آوردی عراق افغانستان لبنان سوریه یمن همه اینا با شما اتمام رابطه خوبی هم دارن و تو این منطقه امارات هم هست کویت هم هست جمهوری جعلی باکو هم هست تو این منطقه ترکیه هم هست چرا کسی با اینا کاری نداره یه که خود جدی تر به قضا نگاه کنیم تا همه کسایی که نام آورده کرمکی دارن یه جا میرزن دیگه نه خیلی نکته مهمیه اماراتی که به تخم مرغاش هم تو سبد آمریکا صرفا نداشته با روسیه و چین رابطهش نزدیکتری که عربستان هم تو این منطقه است چرا برای اینا ای چه اتفاقی نمیفته این سوالات جدیه چرا تمام کشورهایی که نام که براشون اتفاقاتی داره میفته داستانهایی دارن <applause> تو همشون هم شیعه یه جورایی وجود داره <applause> آقای نتانیاهو تنها با تکیه بر قدرت نظامی و بر تکیه بر قدرت آمریکاست که توانسته قریب به چهل هزار فلسطینی رو که بنا به آمارهای بین المللی معتبر حدود سی هزار تا از اونها به اصطلاح غیر نظامیان بودن نه فقط اینکه دست به یک همچین کشتاری بزنه بلکه به مدعیان صلح مدعیان دموکراسی مدعیان حقوق بشر و مدعیان و پایگزاران حقوق بین الملل برای ایشون ساعتها کف بزن ببینید این یه پروپاگاندای کسیفه دیگه یک طرفه آقا اسرائیل با حمایت های بین المللی تونسته چل هزار تا آدمی رو بکشه که سی هزار تاشون غیر نظامی و ببینید این چجوری هم میگه همینجوری پشت سرم هم. سی هزار تاشون غیر نظامی و بعد کنگره آمریکا بیاد برای رهبر این اسرائیل دست بزنه این دسته خیلی سوزوندتتون رو من میدونم برای همینم هم یک برنامه کامل برای ساخرانی آقای نتانیاهو گذاشتم و این تعریف کردن آقای سال الان فکر نمی اصلا دوران آشورا نیست دیگه خبرها سینه به سینه برسه دوران دوران اصر اینترنت دیگه فکر نمیکنید که اصلا مردم در ساعت 9 حساب که اخواب بلند شدن در روز شنبه 7 اکتبر بدون که کسی بخواد سینه به سینه به ما روایتی رو بگه به صورت مستقیم ویدیوهای هماس رو که خود حماس منتشر کرد از اتفاقاتی که کیبوردسا و قتل عام مردم کیبوردسای اسرائیل مردم بدون واسطه این صحنه ها رو دیدن خب آخه میگی آخه اسرائیل رفته 40 تا کشته خوب این, این در, در تا کی میخواید فیلم رو نصفه تعریف کنید مثلا این سریالی که گذاشتی فصل اول نداره یه دفعه اومدی از فصل دوم برای ما پخشش میکنی سریالی که مثلا شما الان هر سریالی که میخواد پخش بشه که نمیان اولین قسمتی که بخوام پخش کنن قسمت 17 هم باشه میگن قسمت 17 هم بعدا حالا ماه دیگه قسمت اول رو پخش میکنیم اول قسمت یک رو پخش میکنن بعد قسمت دوم بعد قسمت سوم قسمت چهارم آیه سال علم چجوری شما تو تحلیلاتون یه از قسمت مثلا 17 هم میای برای ما قضایی رو بیان میکنیم این یه بخش ابتدایی نداره که یه وقتی حماسی رفته مردمی رو کشته اون ست از جنایت رو تو پنج ست هزار دیویستا کشتن ببین این خیلی چیزا یک <تصح> <تصح> نسل بعد تو اینو نبینی بعد بگی اسرائیل چل هزار تا رو کشته دیگه بحثی ندارم دیگه این شما معمور انکارید شما ها معموریت پروپاگاندا دارید خب بفهم جلت داری با من مناظره کنی های ساله علم در یک همچین منطقه ای شما نمیتونید بر اساس دیدگاه های روی کرد های مثبت به اصطلاح سر فقط به موضوع نگاه کنید ما در خاورمیانه به سر می... میگه که توی همچین منطقه شما نمیتونید قضایی رو به صورت سلط طلبانه ببینید نقض حرف خودش میخواد بگه اگه جمهوری اسلامی داره کار خوشونتی هم میکنه تو منطقه این کشدارها رو اسرائیل انجام داده که حتی همین رو داره تحریف میکنه که ما نمیتونیم قضایی رو سلطه رو آفنی رال پلیتیک میخواین نمیتونیم اسرائیل هم اینجوری نگاه میکنه چطور به خودتون میرسه یه رفع قضایی ها احساسی میشه آی بچه ها رو کشتن چه هزار تا کشتن اسرائیل هم داره رال پولاتیک میبینه حالا به ببینید کی شروع کننده این قضایی هست دیگه نه میبریم که معیارهای قدرت که در اون کاملا به هم ریخته از سال 2003 ما شاهد این هستیم که کشورهایی اشغال شدن به دلایل واهی و این خلاه قدرت خلاه امنیتی ایجاد شده که باعث شده گروه های مسلح حکومتی رشد خو خو اص... چه سالی؟ بگو. که کشورهایی اشغال های قدرت که در اون کاملا به هم ریخته از سال 2003 میگه از سال 2003 که آمریکا حمله کرد ببین این ای هم یکی دیگه تحریفات دیگه گور بابای آمریکا نظریه من در آمریکا روشنه میگه از سال 2003 منطقه بر هم ریخته آیه سال علم کلا دوست داری خود تاریخ رو نگاه کنی این تاریخ هزار سال گذشته این منطقه رو نگاه کنی آمریکا که کلا 400 سال به وجود اومده استعمار غربی هم من تا جایی که اطلاع دارم از قرن 15 هم با پدیده صنعت دریایی انگلیس و فرانسه و بعد اسپانیا و پرتغال شکل گرفته یعنی تا قرن 15 هم آیه ساله علم میخوایی منطقه رو قبل از این استعمار دریایی اروپا بخوایم بررسی کنیم حیث عزیز دلم ازیتمون نکن این منطقه به خاطر اسلام ننگین همیشه همین بوده آخه اینا هی میگن آقا بین این فرقه های اسلام و این کشور اسلامی دیگه بین ماها استعمار غرب اومده داره موش میدونه اینا میان بین ما جنگ میندازن من میگم آقا آمریکا که 400 سال به وجود اومده حملات آمریکا بیرون از مرزهای خودش هم که بعد از جنگ جهانی یعنی تو خلال جنگ جهانی دوم بوده دیگه کلا 70 ساله 70 ساله آمریکا بازیگر جدی شده بیرون از مرزهای خودش درسته خب من میگم که بیا این منطقه رو اصلا قبل از اینکه آمریکا به وجود بیاد قبل از اینکه ما با پدیده استعمار غربی در منطقه آشنا بشیم که قرن 15 ما بیایم این منطقه رو در قرن قبل آقا شماها چی میگی شما همیشه مثل سگ و گربه حسین هم که دیگه الان به خدا راداش اینا میگفتن حسین هم آمریکا کش فتنه آمریکایی بود فتنه غربی بود کرم خود درخت آقا من نمیگم غربی ها نیمدن که کسافت کاری انگلیسی ها خیلی کسافت کاری کردن قادامی رو در هند درست کردن وهابیت اومدن در عربستان شکل دادن بهایت یا بابیت و ابتدای کار اومدن در ایران درستش کردن توسط علی محمد باب و بعدش هم حسین علی نوری و بها اینو همه رو من میدونم یعنی میخوام بگم این, این زمینم حاصل خیز بوده تو این فضا یعنی فضای فکری اجتماعی منطقه به خاطر اسلامم این آماده بوده دیگه از این کسافت کاری بشه اگر قبل از اسلام که یه امپراتوری ایرانی بود حالا هر چند یه بار یه کسی هم یه جا قارتی میکرد ایران تو سرش میزد جنگام عمدتا بین امپراتوری ایران و امپراتوری یه روم و قبل، یا یونان بوده قبلش خب ما این این نگاه نمی به خدا راه داشته الان شما به, به پاش برسه میگن علی رو آمریکا کش علی رو انگلیس کش بابا زمانی که شما از همون به بسم الله وقتی که ممل سرشو گذاشت افتاد مرفده پشم صورت ما شو از خلفای راشدین بگیر تا به امروز دارید تو سر کله هم میزنید این دیگه چه گردن آمریکا چه گردن بله حالا آمریکا انگلیس میگه اینا خرن خب ما هم, هم خر سواری این احمقا دنبال اسلام هم خب ما میریم سوارشون میشیم این یه بخش دومیه بفرمایید مشاهده میخواد بگه تمام مشکلات از سال 2003 شروع شده دقت کنید شو <applause> دعوا و جنگ های منطقه ای ما قرن ادامه داره جنگ چالدوران هم انداز گردن انگلیس جنگ چالدوران هم انداز گردن آمریکا جدا شدن بخشای کرد کردستان سوریه و کردستان ترکیه و کردستان عراق از ایران هم بنداز گردن دیگه آقا اینجا همیشه جنگ بوده دیگه حمله مغولا هم میخوای بگو چرو تو پاچه تحریک آمریکا بود که مغولا به ما حمله کنن آقا حدی داره چرت پرت گفتن به خدا این هستیم که کشورهایی اشغال شدن به دلایل واهی و این خلاء قدرت خلاء امنیتی ایجاد شده که باعث شده گروه های مسلح غیر حکومتی رشد کنند در منطقه و ایران توانسته به درست یا به غلب خب ببین میگه می که گروه های غیر دولتی رشد کردن به خاطر کسافتکاری آمریکا. اگه این گروه های در حقیقت غیر دولتی مسلح که رشد کردن اگر نبودن شما نمیتونستید انقلاب پنجا و هفته بکنن و پدرانتون یادمون نره از آقای چمران بگیر تا بقیه تروریست های اسلامی اینا همشون سرکلشون با هم آقای اندرزگو همشون سرکلشون با همین گروه های غیر دولتی مسلح منطقه بود که سلاح می آوردن در ایران علیه شاه ها. این همیشه بوده حالا انداخت گردن آم آمریکا مرسی حمید برای ایجاد توازن قدرت و بست نفوذ خودش و ایجاد جلوگیری از یک جنگ بین ایران و اسرائیل از این گروه های سال علم خیلی جالبه میگه یه گروه های غیر دولتی مسلحی به خاطر حملات آمریکا به عراق و افغانستان شکل گرفتن تو منطقه جمهوری اسلامی مجبور حضور داشته باشه من کاری به این حرفه ندارم ولی برای من زور داره کسی از یه حکومتی داره دفاع میکنه که این حکومت خود برآمده از این جور شورش این حکومت خود برآمده از همچین گروه های مسلح غیر دولتیه از آقای چمرانش بگیر تا آقای اندرزگوش بگیر تا تمام گروه های اسلامیش بگیر که اینا همه سر در آخر گروه های یا بازیگران مسلح غیر دولتی منطقه بودن و تو یه همچین چیزی اومدی حکومت گرفتی بعد داری میگی ما حضور داریم میخوادی که آمریکا باعث شده که گروه های مسلح غیر دولتی شکل بگیرن استفاده کنه برای فشار به اسرائیل اگر اسرائیل تا به حال حمله ای آقا اسرائیل ببخشید من حرفتون به... رو می‌کنم معذرت می‌خوام همینجا فقط سوال می‌کنم کوتاه بعد دوباره فرصت میشه ببینید شما این که میگید که ما باید توازن ایجاد کنیم مال کشورهای دولتایی است که که اینها در واقع رقابت‌های استراتژیک رقابت, های، رقابت های. ما اصلا با اسرائیل چیکار داریم یعنی منظورم اینه که اگر الان جمهوری اسلامی ایران بگه من با اسرائیل نمیخوام نابود کنم اسرائیل چه خطری برای ماست چه همچنین قبل از انقلاب چه خطری بود و بعد این چیزی که شما میگید جلوگیری از عراقی شدن جلوگیری از سوریه شدن اتفاق ایناش که همش نصف جمهوری اسلامی نسبت بیشترش توش نقش داشته یعنی اگه مثلا جمهوری اسلامی نمی رفت به نفع بشار اسد وارد میشدن کشور نابود نمی کرد خب مردم مخالفین بشار اسد یه جنایتکار مینداختن بیرون یا نه آقا دیگه مهدوی به خدا اینقدر ساده نیست شما میگی تو سوریه اذیتمون نکن دیگه مخالفین بشار اسد یه مش تروریست اسلامگری وحشی بودن ببین این مشکل اینه که من نمی‌دونم به خاطر اینکه بشار اسد با جمهوری اسلامی خوبه ما واقعیت ایجابی خود بشار اسد رو می‌خوایم به خاطر دعوای سلبی که داریم با جمهوری اسلامی آقای بشار اسد رو عموما سلبی رد می‌کنن بشار اسد اصلا ماهیت سکولار دموکرات داره خانم اسماء اسد رو نگاه کن حجاب چیز نداره حجاب مجاب نداره آقای بشار اسد و مردم سوریه قریتن علی قردانن حامیان بشار اسد اصلا یک جریان قری دادنی به زن و به رقص و دیسکو اینا مخالفین بشار میخواستن انقلاب اسلامی را بندازن بعدم که با هم دیگه متحد نبودن مثل سگ و گربه به هم میپریدن یعنی میگم یه مشکلی هست چون اینا میخوان جمهوری اسلامی رو بزنن هر کی با جمهوری اسلامی خوبه رو میخوان سلبی بزنن و من خود بشار رو به صورت ایجابی آنالیز نمیکنم با بشار سکولار دموکراته مخالفین بشار حکومت اسلامی را بندازن حالا اپوزیسیون ما چون دشمن جمهوری اسلامی حامی انقلاب اسلامی در سوریه شده از پشمام بعد این تحلیل قالب هم هستا یعنی همه اینو دارن تحلیل و واقعا ناراحت کننده است ولی که شما اصول نداشته باشید همینه دیگه آقا در سوریه حالا من میگم حالا نرید دفاع کنید از بشار مخالفین بشار اسد انقلاب اسلامی میخوان پیاده کنن میخوان شریعت اسلامی پیاده کنن میگن چرا بشار اسد دیسکو داره میگن چرا دمشق انقدر شهر فساده کجای کاری آقا حکومت مثل انقلاب 57 مثلا مثل انقلاب کلان کشور حالا بحث مقایسه سیاسی شو ندارم بنظرم که بوزوبه نقش جمهوری اسلامی ایران هست چرا ما نمیتونیم خیلی راحت زندگیمونو بکنیم برای چی اساسا این مسئولیت رو برای ایران تعریف میکنید که باید این وسط این کار رو بکنه منید عراق رو آمریکا به شامل کرد به دلایل دروغین واضح شد کاملا خب. سازمان ملل تعیین این میگه چرا ایران فعلا این داره خب اوکی اون درست میگه درست خب که آمریکا حملش به عراق غیر قانونی بود منجر به کشته شدن صدها هزار نفر شد امنیت درست. درست. در اونجا کاملا سلب شد افغانستان رو هم که دیدیم چگونه بعد از 20 سال خرج کردن هزار میلیارد دلار اون رو به دست طالبان به چی گذاشتن و رفتن در سوریه این سی بود که در مرزهای که بین اپوزیسیون سوریه سلاح توضیح کرد به قول خودشون به دست آدم های اپوزیسیون میرسه اینها بعدها به گروه های تروریستی منجر شدن آن چیزی که ایران انجام داد این بود که چشمش رو باز کرد در سال 2001-2003 دید که اطراف اون کشور مملو از سربازان آمریکایی هستند که این کشور رو با, با این که با آمریکا همکاری کرد جزو کشور به اصطلاح عضو محور شرارت نامیده و این کشور به نام آمریکا آنقدر قدرتمند هست که همان گونه که غیرقانونی بغداد رو اشغال کرد امکان حمله به ایران رو داشت پس رفتار ایران از اون زمان به بعد یک رفتار دفاعی در اون بود من میگم این مسئله غیر اخلاقی همونجوری که کار اسرائیل غیر اخلاقی همونجوری که اصلا آمریکا کاراش غیر اخلاقی مسئله اینجاست که در روابط بین الملل اساسا اخلاقیات فردی که ما واقف به اون هستیم اهمیتی نداره پشما خیلی ممنون حمید عزیز امیر صادقی مرسی باید که من دو تا مسئله رو بگم سه تا کشته و 85 تا زخمی تا اینجای کار هی داره آمار زخمی ها میره بالا حوسی ها دارن گویا اقداماتی میکنن حملات پهپادی پهبادی رو شروع کردن ناو جنگ ناوهای جنگی ناوهای جنگی آمریکا هم در حال حرکت به سمت سواحل لبنان هستند و خبرها خیلی داره جالب میشه حالا تا بریم جلو تا ببینیم چی میشه پشمام میدونی چرا گفتم این آخرش نگاه کن چی گفت من میگم این مسئله غیر اخلاقیه همون جوری که کار اسرائیل غیر اخلاقیه اینم هم. چه خبر اینجا تصویر جسد به 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 پارسا <outgoing> مرسی <Jeez> چرا دارم میخندم چی من دارم من چی رو دارم میبینم دارم میرسم خودشه دارم جسد آقای چیز رو میبینم یه آره. داستانه آقای فاد شکر یا فاد شکر تصاویر جسدش بیرون اومد نه ما نمیتونیم البته الان پخش کنیم ولی ویدیوش بیرون اومده خودش مطمئنی پارسا تایید شد این هم قبل از مرگشه آره این تصویر قبل از مرگشه هنو خیلی زخمی بوده پارسا تایید شد دیگه نه گفتیم میشه این ویدیو فلان لاشه فلان بابا بابا خب بگذاریم حالا من چرا پشمام ریخ این صحبت آیه صالح علم و گوش کردم دقت کنیم من میگم این مسئله غیر اخلاقی داره میگه ما حضور داریم یه سری مسئله داره میگه غیر اخلاقیه ولی خب اخلاقیه همون جوری که کار اسرائیل غیر اخلاقیه همون جوری که اصلا آمریکا کاراش غیر اخلاقیه مسئله اینجاست که در روابط بین ما اصلا اساسا اخلاقیات فردی که ما واقف به اون هستیم اهمیتی نداره پشمام آیه سال علم شما دقیقه هفت رو شروع کردین دقیقه یازده دقیقا دو دقیقه پیشش گفتی که آقای یعنی بحث اخلاقیات رو پیش آوردی چرا دارن از یک جنایتکاری چون آقای نتانیو تشویق میکنن که کودکان رو کشته فلان کشته چل تا آدم کشته در مورد جنگ غزه اصلا کلا رئال پلیتیکو گذاشت کنار واقعیت رو کنار بعد به دروغ بازی رو انداختی تو خط احساسات و انداختی تو خط اخلاقیات و اینا چجوری میشه دو سه دقیقه بعد میگی که اساسا روابط بین الملل و اتفاقات منطقه اینا اخلاق ناپذیره <applause> به جمهوری اسلامی میرسه میگه اخلاق مهم نیست ما باید کارمون رو کنیم به اسرائیل که میرسه فقط فاکتورهای اخلاقی رو مطرح میکنن این سطح تناقضگویی شماها رو خفه نکنه یه وقتی استاندارت های دوگانه پارتون نکنه یعنی من اصلا فکم قرده زمین دو دقیقه پیش داشت صحبت میکرد که چرا اخلاق و رعایت نکرده کنگره آمریکا و راه داره آقای نتانیو رو الان میگه اخلاق معنا نداره تو روابط بین الملل سلامو به کوبم ای میز تازه من الان حواسم در مورد آقای فؤاد رو اتفاقات جنگ بیروت با یه گوشم دارم دور گوش میکنم با چشمم و حواسم دارم جای دیگر اخبار و آمار میگیرم و این سطح واقعا استاندارداتون خیلی جالبه این باعث میشه که شما در منطقه‌ای که به شما مورد تهدید قرار گرفتید تلاش کنید که بقای خودتون رو حفظ کنید بدون در نظر گرفتن خیلی از مسائل همونچوری که اسرائیلی‌ها کاملا حقوق مردم ما تشکرام بفرمایید برای, برای اینکه میگیم بالانس قدرت حقا. در نظر میگیره چون جد... دقیقه 26 من فقط با این های سال علم کردم بقیه کینه ببینید دقیقه 26 اینجا دوباره شروع میکنه توازن قدرت خود... من می‌خوام اینجا خیلی نکته مهمی که این افراد در چه سطحی دارن مقصشویی میکنن و همشون نفع اقتصادی دارن جالب این قیس قریشی علی خب چرا ایران نمیرید زندگی کنین همشون هم در خارج بیرون از گفتمان اسلامی رژیم دارن دفاع میکنن از رژیم حالا من کار دونم باش اینجا شروع کن اهمیت و با اولویت اول هست اما این که به اون لباس ایدولوژی داده بشه این امر کاملا در سیاست و در روابط بین مشهوده نه فقط در مورد ایران نسبت به ایجاد توازن و قدرت با, اسرائیل بلکه خود اسرائیل که تلاش میکنه با ایدولوژیزه کردن ادامه اشغال اراضی فلسطینی و آمریکا با ایدولوژی کردن رابطهش با آمریکا هیچ نفعتی برای به اصطلاح حمایت بیچون چرا فرستادن صدها میلیارد دلار در سالهای گذشته به اسرائیل سلاح به اسرائیل وتو کردن و اون نداره هیچ مسئلهتی نداره هیچ به شدت مشروعیت سیاسی و اخلاقی آمریکا رو زیر سوال ها یه سوال واقعا حالا این که میگید یه بحثیه دیگه یه بخش حرف درسته یا آمریکا داره پول خیلی زیادی میده سلاح میده اینا میده همین حرفا درسته یه سوال دارم آمریکا عاشق چشم ابرو اسرائیل یا یهودیاست این سوال دیگه اصلا یهودیایی که تو آمریکا الان هستن اینا چه اتفاقی افتاده که با آمریکا خو این کمکو میکنه کشورهای اروپایی میکنن این یه جایی ما باید بیایم پایین دیگه از این حرفا در دنیای امروز ببخشید یه جمله خیلی زشتی میگفتن پدر مادر یعنی افراد قدیمیتر میگفتن مثلا مادر منم رایگان با بابام نمیخوابه این حرف خیلی زشته من واقعا پوزش میخوام این حرفمو پس میخوام بگم ولی این چیزی بود که میگفتن چرا فکر میکنیم مثلا یه تعداد حالا جهودی هستن بعد فرانسه آلمان آمریکا بعد اینا مثلا وای شما قوم برتر برگزیده یوهوه یه یه هستید ما بعد به شما خدمات بدیم من نمیخوام این قضیه رو اینجا باز کنم ولی واقعا یه جا یه داره توهین به شعور خودمون میشه اگر آمریکا و کشور غربی این همه هزینه دارن میدن برای اسرائیل شما نمیتونی صرفا بگی که خب دلیل باید داشته باشن دیگه وگرنه تو دنیای امروز کسی به کسی همینجوری چیز نمیکنه یه رابطه ای باید باشه دیگه رابطهش اینه که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور رو پشمندش جریانات سهیونیستی هستن اقتصاد اینا رو دارن یک داد و ستدی دارن و البته در منطقه منافع انگلیس و آمریکا رو به شکلی گوناگون بالاخره تامین میکنن این رابطه وجود داره این حرف که آقا یک طرفه داره میره آمریکا به اینا میگه خود توهین به شعوره خب ببینید ما اینجا معیار منافع ملی رو کاملا باید با دقت نگاه آفرین اینجا بحث معیار منافع ملی رو به کار میبره و میخواد وصلش کنه به جمهوری اسلامی کنیم آن چیزی که مهمه قدرته آمریکا منفعت ژئوپلیتیک داره که اسرائیل در این منطقه باشه براش آفره. هزار تا توجیه میاره زایونیست کریستیان ها یا مسیحیان سه داره درست میگه اینجا خب. آمریکایی کاملا دیدشون نسبت به اسرائیل ایدولوژیک اونها یک ساعت تمام ایستاده کف زدن برای آقای نتانیاهو آیا نمیدونستن ایشون دستش به خون سی هزار زن و کودک لعنتی حروم لقمه تو که ده دقیقه قبلش گفتی که اخلاقیات جایی نداره توی روابط بین الملل بعد دوباره کشیدی به اولش گفتی اخلاقیات مهم است هر جا که به اسرائیل میرسه از منظر اخلاقیات قضیه رو مطرح میکنه نمیدونستن آقای نتانیاهو اینقدر آدم کشته چرا میدونستن و به درستی هم این کار کرده به خاطر که قبلش اتفاقات دیگه ای در هفتم اکتبر رخ داده و هر جا به اسرائیل میرسن خیلی جالبه گزینه اخلاقی رو میارن و همین افرادی که گزینه اخلاقی رو میارن همین افراد وقتی که جنازه های تیک تیک شده یه بچه های مجدال شمس رو دیدن که این مردم دو روزی بودن اصلا پشت بهشون بودن ایراد نداره کن اسرائیل زد هزبالله زده ساعت اولیه بعدش هم خواستم بگن که هزبالله نزده هیچ همدردی با مردم مجدال شمس نکردن. اخلاقیات فقط برای دیگران به خودشون میرسه ما روال پلیتیک فکر میکنیم به خودشون میرسه علی علیزاده گفت یه آقا مقاله بلند نوشت و یک برنامه سه ساعته هم گذاشت گذاشت که بگه اصلا جمهوری اسلامی اشتباه کرده سر هواپیمای 752 قبول کرده بر اساس روال پلیتیک نباید گردن میگرفتیم حالا یه هواپیما زدیم یه 300 تا مسافر بدبخت و کوچیز کردیم خاکشیر کردیم با خاک سرشون کردیم زدیم دیگه روال پلیتیک میگه جمهوری اسلامی نباید گردن بگیره به خودشون که میرسه یا روال پلیتیکه به دگری که میرسه یا اخلاقی میشه ببین تناقضات این جماعت رو میخوام بگیرم هر جا در مورد نتانیاهو صحبت میکنه نتانیاهو کودکان قزه فلان 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 هر جا در مورد خودشون صحبت میکنه مچشون رو میگیریم اینجا کشتی یا ها بچه های زن زندگی آزه زن اینا نه بر اساس رال بحث کنیم آلودست. آیا دست. آیا و 56 ساله که سازمان ملل این کشور رو اشغالگر میدونه آیا نمیدونن که سازمان های معتبر حقوق بشری این کشور رو آپارتاید میدونه اما این کار رو میکنن تهران و بر منافع ملیش بر اساس منافع ملی همینجا ببین شما تمام کسانی که دفاع میکنن از جمهوری اسلامی این کد رو که خودم البته خودم کردم لعنت بر خودم یه بخشش رو من یادشون دادم این کد منافع ملی رو به کار میبرن که آقا جمهوری استانی بر اساس منافع ملی در راستای رال و فلان و فلان و فلان تو منطقه و اینا و اینا واژه منافع ملی برای رژیم فقط در بیرون از مرزهای ایران که نباید منافع ملی آیه صالح علم تو منم استاد دانشگاه پشم صورت منم نیستی البته و این سطح از هم از اخلاقی شرافت سواد خیلی بیشوری واژه منافع ملی که فقط بیرون از مرزهای ایران در برابر اسرائیل اینا همیشه بحث منافع ملی منافع ملی خیلی تعریف گسترده داره منافع ملی یک بخشش اینه که کاری نکنی که مردم مهاجرت کنن نظامی که به خاطر پوشش امنیت ملی ایرانو به چالش که چه ارز کنم به خطر انداخته تا جایی که چینیا با وجود اینکه سرمایه گذاری میخواستن بکنن دولا سلام ببرن از ایران ولی برای همون پولی هم که میخوام بدن حاضر نشدن ترسیدن دیگه گفتن آقا این ببین شما نگاه کنی میخوای این موبایل رو بخری این مثلا قیمتش هزار یوروه بعد مثلا میخوای حالا بس خری کنی 500 یورو 300 یورو بخری ولی میفهمی این موبایل اصلا کار نمیکنه من خب آقا این درسته هزار یوروه دارم 300 یورو میخوام ولی من این 300 یورو رو هم دارم دور میندازم چون این موبایل اصلا کار نمیکنه موبایل 1000 یورو و 300 یورو بخری ولی اگه این کار نکنه یعنی 300 یورو تو پول دور انداختی دیگه چینیا با این منطق گفتن درست جمهوری اسلامی در شرط بدیه همین جوری داره دست دلواز به ما میگه بیا سرمایه گذاری کن داره به ما تخفیف میده ولی بالاخره من بعد اونجا پول بذارم دیگه خب این رژیم اینقدر احمقه به خاطر حجاب با مردم خودش راستانی انداخته که هر لحظه امکان انقلاب کردن بین مردم وجود داره من اون وقت سرمایه من از بین میره ببین آیه سال علم نمیشه که شما هر جا به اسرائیل و آقا چرا ما فضولیم با اسرائیل آقا منافع ملی فقط با اسرائیل که 2000 کیلومتر ورتره و این منافع ملی احیانا در مرزهای قره و در مرزهای شمال غربی ما تعریفی نداره نمیشه که بغل خودمون هزاران ناامنی مرزی ببین ما از هر نظر بگیریم این الان طالبانی که این همه شما کار کردید آمریکا بده طالبان اونجا رو بگیره فلام و بهمان و اینا این تا این امروز دیوار کشی نکردی این تعدادی از افغانیا وارد کشور ما شدن تغییر بافت جمعیتی تو سرتون بخوره خطر امنیتی جدی ایجاد کردن بخش قابل توجهی از مردم ما رو تو خونه هاشون سلاخی کردن به زنانمون تجاوز کردن که دیگه اخبارش هم جرئت نمیکنید درست حسابی بدید بیرون اینا اینا در راستای منافع ملی تعریف نمیشه نمیشه که فقط به اسر... آقا شما مریضی چطور تو داری از یه نظامی دفاع میکنی این نظام دعواش با اسرائیل فقط برای ایدئولوژی شیعه است حالا نمیتونی اینو بگی میگی آقا بر اساس منافع ملی ما باید اسرائیل وایسیم میگم دمت گرم شاه هم اسرائیل وایساد به در, در هم... اون لحظه ای که جلو اسرائیل وایساد در همون لحظه دهن صدامم هم سرویس کرد در همون لحظه هم آمار تمام دورورش رو داشت در حوزه بیرون از مرسا این این بود که دست اسلامی ها رو باز گذاشت که خب چوبش هم خورد چوبش ها هنوز ما هم داریم میخوریم آخه نمیشه که آقای اردوغان اون همه داره خطر امنیتی ایجاد میکنه با سطح هایی که داره میزنه خطر آب آقای علیوف به اون شک ما تو جنگ قرباق انقدر منفعل استان سیونی که ارمنستان هر لحظه امکان داره آقای پاشانیان با آقای علیوف با هم ببندن استان سیونی رو بدن بره بعد یه انگوش وسط بین تا انگشتر ما من مثلا بهتون تقدیم کنم که ما دیگه مرزهامون در اونجا بسته بشه حتی اصلا دقدقه امنیت ملی در شمال غربی نباشه دقدقه امنیت ملی در مرزهای افغانستان و پاکستان به اون شکل نباشه دغدغه 2000 کیلومتر برتر باشه این منطق نیست عزیز دلم آمریکا آمریکا اگر بلند میشه از اون سر دنیا ده هزار کیلومتر اون برتر سرک میکشه در همه جای دنیا پولش هم درمیاره یک دوم از همه مرزهای شمالی خودش با کانادا و مرزهای جنوبی خودش با مکسیک هم آمارش رو داره از اونجا خطری احساس نمیکنه. من موقعیت سوقل جیشی آمریکا جوری است که دو تا اقیانوس به صورت طبیعی براش امنیت آوردن اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس دور دور, دور تا دوره در حقیقت آمریکا هستن که به صورت طبیعی هر کی بخواد به آمریکا حمله کنه بر از این دو تا اقیانوس بگذره و این برای خود آمریکا یک حائل ایجاد کرده با خیال راحت تر میتونه کار کنه تویی که دور تا دورت پاکستان افغانستانه این ورد عراقه اون بالا جمهوری جعلی باکوه که داره خطراتی رو ایجاد میکنه که مرزتو ببنده این ورد ترکیه است بخشی از این کردام که اسلحه دارن بخشی از بلوچام که اونجا اسلحه دارن تو سرت الان تو دغدغت امنیت ملی در 2000 کیلومتر اون ورتره ببخشید حکایت تو آیه سال علمینی که دارید میگید شما دغدغتون دق دق با اسرائیل فقط ایدولوژیک شیعه همه حرفاتون رد میشه یعنی که مملکتی که با مردم خودش بر سر پوشش اتفاقات امنیتی ایجاد کنه چالش امنیتی ایجاد کنه دور تا دورش هم این کشورهای همسایه‌مون تا این صد مار تو خطر امنیتی انداختن تو دغدغه 2000 کیلومتر اون داری از نظر من خودم یه استراتژیستم در این حوزه من استراتژیستم یعنی میشینم برنامه میچینم من بعد از مرسمی هر کی دیگه جای من بود نابود میشد ولی نشستم برنامه چینم دوباره جریان ملی رو در حوزه خودمون زنده کردم که الان دارستان کل کشور داره فشار میخوره که آقا یک جریان اسلام ستیز داره این کارو میکنه به عنوان یک استراتژیست بهت بگم عزیزه دل یه استراتژیست نگه نبودم الان توی کانادا، آمریکا یا توی اروپا بودم. به این فکر نمی‌کردم برای آینده ای که می‌خوام فعالیت جدی داشته باشم برم توی جزایری زندگی کنم که تو اون جزیره اصلا هیچ ایرانی معروفی نیومده. جزایر قناری. همه شنیدن جزایر قناری. فقط شنیدن نمی‌دونن اصلا کجای جغرافیاست. و اینا نشون میده که فکر می‌کنم برای کارا. اگر شما دغدغه دق 2000 کیلومتر ورتر داری ولی اتفاقات پاکستان و افغانستان و اینا داره رخ میده این حکایتش میدونی مثل چی میمونه مثل اینه که شما گشنت پیاز میخوری که اشتهاد باشه اصلا گشنته باید غذا بخوری پیاز که نمیخورن آدم وقتی گشنه غذا نداری نداره که پیاز نمیخوره که اشتهاش باشه آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی تو دور تا دور خودت انقدر سنم داری که حالا دیگه یاسمن اسرائیل دیگه پیشکش این همه سنم داری دنبال یاسمن می‌گردی. میخوای هزار تا از این مثال ردیف کنم تو پاچت کنم منافع ملی برای حکومتی که در درون خودش منافع ملی رو نمیفهمد به خاطر حجاب حاضر کشور رو تا مرز نابودی ببره این حکومت صرفا یک ایدئولوژی که فرقه است یعنی حتی ایدئولوژی هم نمیتونم بگم این حکومت یک جمهوری اسلامی صرفا برای باورهای فرقه تشیع کار میکنه تو رو خدا به خیک به یک حکومت فرقه شیعه منافع ملی نبندی و همه اینجا الان میتونی کامنت هم بدی لعنت بر امید دانا که در سال 2017 برای یک سری واقعا استراتژی درستی که فکر می‌کردن و البته درست هم بود و اگه نتیجه میداد واقعا شاهکاری بود برای خودش این واژه منافع ملی رو تو دهن هر بیپرر مادر تشیعی انداختم لعنت بر من امید دانا شما پفیوزه حرم لغمه تا قبل از اون تو دهنتون این بود که ما برای حرم زینب میجنگیم و ما برای خاص خدا میجنگیم و اینا من خاک بر سر یه واژه منافع ملی تو دهنتون ده. ولی همونجوری که انداختم تو دهنتون ازتون میگیرم پس منافع ملی میفهمی هر جا میشه در مورد اسرائیل منافع ملی منافع ملی خسته کردید دیگه خفه دیگه بابا حرم لغمه خفه شو دیگه پاکستان مون کرده آسمون ما رو پاره کرده نه تا بچه رو کش خفه شدید کدوم منافع ملی افغانستان داره هر لحظه خطرات امنیتی ایجاد میکنه آقای علیوف داره خطر امنیتی ایجاد میکنه تو داری صحبت دا دا منافع ملی میکنی آقا تو فقط منافع فرقه شیعه توهمات شیعه تو میخوای اسرائیل رو نابود کنی تا زمینه ظهور امام تایم بچه فلانی تو بدی آماده کنی تمام شده رفت منافع ملی نداری شما که تو منطقه با غرب با آمریکا به خصوص برجامی رو امضا کرد که میتونست برای هر دو طرف عالی باشه اما میبینیم که آقای ترامپ به راحتی میاد و از این برجام خارج میشه خب شما در یک همچین مرحله ای که اساسا اعتماد بین دو طرف رو زیر پا میگذارید شما نمیتونید روی حسن نیت ها رفتار کنید ترامپ به راحتی میاد و از این برجام خارج میشه خب شما در یک همچین مرحله ای که اساسا اعتماد بین دو طرف رو زیر پا میگذارید شما نمیتونید روی حسن نیت ها رفتار کنید میبایست بر اساس قدرت و ایجاد قدرت و این ایجاد قدرت ضرورتا مبنای اخلاقی نداره شما وای پشمام تو چقدر متداقیزی دوباره رسید به خودش که مبنای اخلاقی ایجاد قدرت نیاز نداره اخ مبنای اخلاقی داشته باشه درست میگه اینجا منطقه واقعا به خودشون میرسه درست میگه میگه بله ما یه کارهایی داریم میکنیم ولی لزوما نیازی نیستش که اخلاقی باشه خب چطور به نتانیاهو میرسه در جنگ غزه غزه یا رو اخلاقی دوباره بررسی میکنی پینگ پونگی داره تناقض میگه پینگ پونگی هر جا به نتانیاهو میرسه اخلاق بچه های اونجا فلان غزه به خودش میرسه لزوما نیازی نیست که ما اخلاق مدار باشیم می شانس اینه که با اینا میشینی مثلا مناظره میکنی دیگه من میری من باشید بابا من واژه به واژه در سرویس میکنم نیت ها رفتار کنید میبایست بر اساس قدرت و ایجاد قدرت و این ایجاد قدرت ضرورتا مبنای اخلاقی نداره شما هر وسیله ای که میتونه جلوی حمله اسرائیلی که قبل از این به کشورهایی حمله کرده بدون هیچ مشکلی به عراق حمله کرده به اتمیش به سوریه اتمی حمله کرده به سلاح پایگاه اتمی به سودان حمله کرده به لبنان حمله کرده به, به،, به،, به یمن حمله کرده یه سوال اسرائیل که به اینه که حمله کرده مرز داشته سوال واقعا جدی دارم سوال میکنم به عراق و فلان و فلان حمله کرده مرز داشته مثلا همونجوری گفت آقا بریم بزنیم دیگه من بخوام توضیحش بدم برای هر کدوم از اینا چرا حمله کرده اینا آقا چون شایبه بیاد پیش میاد که آقا تو طرفدار اسرائیلی نمیخوام مثلا به خود اسرائیلیا بیان توضیح بدم به من چه من این نکته رو میخوام فقط بگم باز میخوام ماهیگیری یاد بدم اگر از اتفاقات هفتم اکتبر تا به امروز که واقعیت ها رو دیدی با یک مغز ساله مغزی که دور از بغض و کینه و حب و اینجور چیزا باشه مغز سرد اتفاقات به این واقعیت چیه اگه از هفتم اکتبر تا الان دیدی و خودتو جای اسرائیل بذاری که هفتم اکتبر رخ داده بقیه رو کار نشوش تاریخ چیه اگر از هفتم اکتبر تا اینجا دیدی اگه به من اطمینان داری میخوام بهت بگم کل تاریخ از اتفاقات هفتم اکتبر تا الانه همیشه این پدر سوخته ها تهدید کردن میکشیم میبریم میزنیم اسرائیل هم جواب داده همین بلندی های گولان که میگن مال سوریه و فلان و ایناست از اونجا شما حمله کردید به اسرائیل اسرائیل ارتشش همیشه دفاعی بوده و همیشه از نظر تاریخی دارم عرض میکنم همیشه شما حمله کردید همیشه اسرائیل ضد حمله کرده همیشه شما در حمله که کردید مثل خر گلگیر کردید اسرائیل شکستتون داده همیشه هم وقتی که اسرائیل شکستتون داده زمینتون رو گرفته زمینتون رو گرفته بعدم حاضر شده پس بده گفته آقا جان من زمینتو گرفتم آی جمال عبدالناصر شاخی حمله کردی خب آقا من صحرای سینا میگیرم صحرای سینا رو گرفته بعد آقا مصری ها افتادن به غلط کردن اسرائیل گفته آقا من زمین تو میدم به یه شرط اصلا نه ازت پول میخوام نه ازت امتیاز میخوام یه چیز ازت میخوام مردش هستی انور سادات گفت چی میخوای گفت فقط با من قرارداد صلح به من که دیگه مزاحم من نمیشی همون شد آقا انور قرار قرارداد صلح و بس اسرائیل زمینو داد در جنگ همین 33 سی سی روزه لبنان که جنوب لبنان دستش بود در قرارداد اگه قرارداد اشتباه نکنم 1701 در قرارداد 1701 که قطنامه شورای امنیت اسرائیل آقا جان من زمینت دارم جنوب لبنان هم که دست منه حاضری که کتابی های اینا دیگه مزایما نشی آقا گردان رزوان پدر سوخته حزب الله حاضر پشت رودخانه لیتانی بره حزب الله گفت آره کل جنوب لبنان خالی کرد اومد بیرون در بحث بلندی های گولان هم همین جنسه اسرائیل بارها به آقای حافظ اسد گفت گو آقای حافظ اسد حاضری از خر بیای پایین من اصلا نه امتیازی میخوام نه پولی میخوام نه هیچی تو حمله کردی منم زورم بهت رسیده بر اساس قوانین اسلامی هم که بخوایم قضیه نگاه کنیم بر اساس سنت پیامبرم بخوایم نگاه کنیم قنیمت گرفتم والا پیامبر شما می حمله میکرد به قوم خیبر خیبر یهودی من زمین خرمای فدک ما رو اومد دو دره کرد بعد داد به دختر فاحشش فاطمه زهرا من اینجا همه هستن یه شاشیدم به صورت فاطمه زهرا خط کنن دوستان خب گفتش که آقا من قوم خیبرمه این قوم خیبر شما چیز اومدی گرفتی زمین ما رو بالا کشیدی بر اساس سنت پیامبر بر اساس سنت اسلام بر اساس هر سنتی هم بگیری که شما نباید اعتراض داشته باشید به اسرائیل که طبق سنت اسلامی عمل کرده اما بذار من اعتراف کنم اسرائیل انقدر در این حوزه با شرف بوده حتی طبق سنت اسلامی هم بر... چیز برخورد نکرده گفته آقا فقط با من یه قرارداد صلح ببند حکایت این ای که این شمال جزیره سه سال پیش منو اذیت کرد اینا و من مزاحم من میگم من تخمه میزد به ماشینا یه واسطه فرستادم گفتم آقا من میخوام از این شکایت کنم چوب تو منم امید دانا میگم شکایت میکنم مثل بقیه ایرانی ها که شکایت میکنم برم که رفتم دو تا وکیل دارم میندازم به جونش پنج تا پرونده براش باز کردم همینجوری میره دادگاه میاد تا سال 2040 بهش پیام گفتم ولی میخوام این کارو نکنم حاضر با من بشینیم یه جا کافی شاپی قضیه رو تموم کنه مزاحمم نشه منم دیگه چیز میکنم بی خیال میشم ولی اگر بخواد مزاحم بشه دهن چه سرویس میکنم همین خرام شد حالا الان هر چی میگن میگه غلط کردم اینا دیگه کاری آبیه که ریخته شده ولی اسرائیل میگه همین الان هم اگر سوریه باش قرارداد صلح ببنده بلندی های میده میبنده سوریه میبنده الان آقای بشار حاضر آقا بشار که میگی من ازش خوشم هم میاد همین بشار که من ازش بدم نمیاد حاضر بیاد با اسرائیل صلح ببنده بلندی های گلان بگیره آقا حرف بدی مگه داره میزنه اسرائیل تو خودت به جای اسرائیل یارو بهت حمله کرده ضد حمله کردی بعد تازه تو همون جایی که میخواست بلندی های گولانو بگیره دو بگیره 2000 سرباز اسرائیل سال 1976 کشته شدن خب 2000 تا سربازش جون دادن خب گرفته میگه آقا یه سول به من من خیالم راحت بشه از اینجا دیگه نمیای به من حمله کنی خب شما این داستانهای واقعی رو برای مردم نمیگی در یک دنیای ذهنی برای توجیه فعالیت های موهوم تشیع خودتون که هدفتون اینه اسرائیل رو نابود کنید واقعا هم ذهنتون اینه که فضا رو مهیا کنید برای ظهور امام زمان دارید داستان میبافی آقا داستان دارید میبافی داستان باف شدید شماها نگید آره من سالها ریاضت کشیدم ریش و موامو سفید کردم هر روز دارم میخونم مطالعه میکنم نکنید این کارو ذهن جوون مردم رو دارید میبرید ناکجا آباد با مزخرف گویاتو. همه شما هم همون پدر بودید که حتی نتونستید انقدر شعور نداشتید برای که همتون معمورید شعور نداشتید آقا مگه من, من من همش مغزم, هم مغزم من بهتون بگم مغز من بلند چیزی آی قوی نیست. من یه آی متوسطم خودش. من با ایکیو متوسطم فهمیدم که جنگ غزه یک جنگ طولانی ولی شما تا همون او... چقدر گفتید آقا جنگ چه روز یعنی اینو نتونستی پیش بینی کنی جنگ غزه رو که یه ذهن آی متوسط میتونست پیش بینی کنه مرسی شابی عزیز بابت هستی که مرسی عرفان عزیز بابت هستی که حالا هی داستان به بافاق سالی علم هی داستان به همه اینا یعنی که میبافی چرا نمیری ایران زندگی کنی چون میدونی وضعیت ایران چیست حالا بشین داستان بگو منافع ملی جمهوری اسلامی م... منافع ملی نافهمه اینو بفهم مرسی حمید بابت پنج تا هدیه جمهوری اسلامی منافع ملی نافهمه چرا انقدر تو پاچه جمهوری اسلامی میکنی منافع ملی چطور منافع ملی در اتفاقات پاکستان و افغانستان و جمهوری جلی باکو و مرزهای عراق و اینا همچین معنایی ندارد منافع ملی با مردم خودمون معنایی ندارد هنوز که هنوز تو سیستان بلوچستان منافع ملی آقا این سربازای ای سیستان بلوچستان ما چه گناهی کردن با یه رز پیرن سربازی میفرستید اونجا که جنازه هاشون اینجوری ردیف بشه اینا منافع ملی نی فقط منافع ملی در راستای اسی نه توجیه میکنی هدف واقعی بچهای ایران بدونن یک چیز برای جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل به خاطر فرامین قرآنی تمام به خاطر سنت محمد تمام ببین اسرائیل از قضیه هفتم اکتبر به بعد که دیگه چش داشتید گوش داشتید خودتون بررسی کردی حق با اسرائیل بوده هر چقدر هم بریم عقب حق با اسرائیل بوده گور بابای اسرائیل ولی حق با اسرائیل بوده اتفاق 1948 حق با اسرائیل بوده اتفاق 1947 حق با اسرائیل بوده جنگ 6 روزه 1967 حق با اسرائیل بوده جنگ 1953 حق با اسرائیل بوده جنگ 1976 حق با اسرائیل میخوای برگردیم بریم تا زمان محمدش جنگ با بنی بنی مستلق یهودی حق با یهودی های اونجا بوده جنگ با بنی نظیر حق با قوم یهودی بنی نظیر بوده جنگ با بنی قیقناق حق با قوم بنی قیقناق بوده جنگ با مردم بنی قریزه خدا شاهد حق با مردم بنی قریزه بوده جنگ با مردم خیبر به جان عزیزانم به جان عزیزانم حق با خیبر بوده یک دوست یهودی هم ندارم ولی آقا باید واقعیت رو گفت به عزیزانم قسم در تمام تاریخ هر درگیری که این کسافت های جریان تشیع چه میدونم مسلمان و فلان و اینا با یهودیا داشتن من از یهودیا داستان اصلا نه دوست دارم نه خوشم میاد ولی همه این جنگ ها حق با تو این داستان این بین این تا بین اسلامیا و تو داستان های دیگه حالا جنگ چند دوم و غیره و مسئله دیگر کار ندارم تو هر درگیری که بین مسلمان و یهودیا بوده ده. هست هر تاریخی بندم هم همه این تاریخو درست میدونم حاضرم هر کدومشون خواستم مناظره کنیم تو تمام جنگ های یهودی هم در صدر اسلام حق با یهودی ها بوده حالا تو اینجا بیا بشین منافع ملی ببن به خیک آقای خامنه این حروم لغمه لواط نشانه پونستار حمام منصوری اگر منافع ملی فهم بود به خاطر پوشش مردم به خاک و خون به امنیت و چیز در سالگرد محصا دوباره گشت ارشاد را نمینداخت شید واژه منافع ملی برای دهن شما گشاده لباتون پاره میشه هروم لغمه منافع ملی و تنها دلیلی که اگر اسرائیل به ایران نتوانسته حمله کنه اون توازن قدرت و نه ضرورتا ایدئولوژی ببینید سهیونیزم به مدت 20 سال یک ایدئولوژی نجات پرستی از طرف سازمان ملل شناخته میشد. شد یه تحریف دیگه میگه تنها دلیلی که اسرائیل به ایران حمله نکرده اینجا رو داشته باشیم اون توازن قدرت به یمن حمله کرده و تنها دلیلی که اگر اسرائیل به ایران نتوانست حمله کنه اون توازن قدرت باز یه تحریف دیگه ای که ببین مشکل تو چی های سال علب مشکل تو علیزاده قیس قریشی مشکل شما اینه که این مسیری که الان دارید میری شما شروع نکردید که 2017 من پدر سکته شروع کردم یعنی شما شاگرد منم چی کاری که دارید شما روش میکنی این رو من آسفالت کردم برای همین نمیذارم بالا بیایید خونه بچه های مردم رو ریختید من این مسیر رو برای یک کار مقدسی انجام دادم که شاید حضرات حکومت تا اخر اسلام پیاده کنم یه مسیری بشه مشکل شما اینجا میدید چرا من اینقدر مثلا با تسلط دهنتون سرویس می جاده ای که داری میری آسفالتش خودم کردم من و بچهای تیم رو دست کردیم رو ما که نمیشه چیز کنی میگه که اسرائیل میدونی چرا به ما حمله نمیکنه به خاطر توازن قدرت توازن قدرتت کدوم توازن موشکایی که 300 تا زدی هیچ کدوم نرسید دیگه 5 تا دو دونه تونست برسه اونم دازه اسرائیل خود گنبد آهنیش نگرفت چون میدونی دیگه گنبد آهنی وقتی که نشانه گیری میکنه موشک هایی که به سراسر سر مثلا به خونه به مدرسه به بیمارستان تو شهر بخواد بخوره رو رهگیری میکنه موشک هایی که شناسایی کنه که به بر و بیابون میخوره رو رهگیری نمیکنه پنج تا موشک شما رد شد و هر پنج تا خورد کجا به بر و بیابون بگو ده تا دهن عادت کنه در و دیوار نه چون در و دیوار بالاخره دو تا دیوار میریزه دیگه دو در میشکنه دیگه شما در و دیوار هم که خراب نکردی به بر و بیابون قشن به بر و بیابون خب اونم گنبد آهنین خودش تشخیص داد رهگیری نکرد کدوم توازن قدرت 300 تا موشکی که زدی که نخورد یا یه موشکی که اسرائیل تازه میگن با هواپیمای اف 35 احتمالا از آسمان سوریه شلیک کرد خورد تو اصفهان دقیق خورد تو چشم اس 300 کدوم توازن رو میگی بگو ما بدونیم در مورد چی صحبت میکنی توازن نداری ببین باز این حرفای مسخره ولی فرای اینا آیه سالی علم به من بگو چرا اسرائیل بعد جمهوری اسلامی رو نابود کنه حتی الان محور مقاربتش رو نابود میکنه الان بعد از هفتم اکتبر آره قبل از هفتم اکتبر به خصوص چرا بعد نابود کنه سوال دیگه آمریکا چرا بعد جمهوری اسلامی نابود کنه من قبلا آیه سالی علم. از مؤسسه صلح استکهلم در آوردم دیگه تو پنج سال گذشته آمریکا به کشورهای منطقه عمدتا به امارات و عربستان از نگرانی ایران از ترس ایرانی که این کشورها دارن به خاطر برنامه موشکی و فلان اینای جمهوری اسلامی نزدیک 200 میلیارد دلار فروخته 200 میلیارد دلار برای که آگاه بشی هزینه کل نیروی مسلح تو در سال 5 میلیارد دلاره 200 میلیارد چقدر میشه <applause> <تص چند سال میتونه کل هزینه نیروهای مسلح رو بپردازه الان شاید بفهمید یه جا چرا مثلا جنرال مکنزی جنرال سابق در حقیقت فرمانده اصلی و سابق سنتکام که فرمانده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا بود و وای پهپادهای جمهوری اسلامی خیلی قویه ابتکار عمل و ما از تو آسمون از ما گرفته منم یه مقدار خب بخاطر غرور ایرانیم اینجا اعتراف کنم که یه مقدار منم گول خوردم از حرفای جنرال مکنزی ولی واقعیت اینه که اون پهپادهای شما هیچ قدرتی نداره ژنرال مکنزی مخصوصا از پهبادا تعریف میکنه چرا تعریف کردن از پهبادای تو ترسوندن امارات و عربستانه که به اونا سلاح بفروشه تو به من بگو یک دلیل قانع کننده بیار چرا آمریکا و اسرائیل باید تو رو نابود کنن اسرائیلی که با فروش ترس از تو تریون ها دلار تریون بحث میلیارد بیست دیگه تریلیون دلاره تریون ها دلار بعضن از آمریکا پول دریافت میکنه تو همین اتفاق اخیری که تو موشک زدی به اسرائیل که نرسی سی میلیون دلار موشک زدی به اسرائیل اسرائیل با 500 میلیون دلار موشک های سی میلیون دلاری تو رو رهگیری که تو خرکف شده انگا به تیتاب دادن وای ما سی میلیون دلار زدیم اونا با 500 میلیون دلار که پول تو جیبی اونه سی میلیون دلار که پول آنچنانیه برای تو تو که جیبت که سوراخه نفتت هم که داری حراج میکنی اما اسرائیل در کنار این قضیه که تو اسمشو گذاشی وعده صادق ولی در واقعیت میدانی رپورتاج تبلیغاتی برای گنبد آهنی اسرائیل بود 13 میلیارد دلار تجهیزات گنبد آهنی و اینا رو به بعضی از کشورها به صورت مخفیانه فروخته گزارشش کانال 13 داد که آقا ما در همین اتفاقات 13 میلیارد مل... دلار تسلیحات نظامی فروختیم رپورتاج تبلیغ اسمش تو میذاری وعده صادق واقعیتش رپورتاج تبلیغات بود صدافرین و هزار آفرین بچه ارزشی ها برای تو 13 میلیارد دلار برای اسرائیل چرا باید تو رو از بین ببره تازه در در اینایی که گفتم 26 میلیارد دلار هم اسرائیل آمریکا به اسرائیل پول داد که خودش بیشتر محافظت کنه در برابر های بر چوسکی تو خب تو این این سطح از اطلاعاتی که الان من دادم رو نمیگی با خیلی راحت میشین میگی اسرائیل اگر نمیتونه به ایران حمله کنه بحث توازنه نه آقا برای چی باید به حمله کنه دوباره اون حکایت تک تیراندازی که بلد نیست کسی رو شلی کنه فرمانده بهش میگه آقا تک تیرانداز دشمنه چرا نمیزنی نگی نمیتونی بزنی میگه من هر لحظه اراده کنم میتونم بزنم ولی چرا بزنم این اسکل تک تیرانداز بعدی همه تیرار داره به در دیوار میزنه من اگر اینو بزنم یکی دیگه جاش بیاد درست بزنه چی میشه جمهوری اسلامی منبع درآمد آمریکا و اسرائیل که در حقیقت آمریکا از شما داره حراس سازی میکنه به قول معروف عربستان و امارات و گاو شیرده کرده در در کنار این اهداف دیگرشون هم دنبال دارن میکنن اصلا چرا باید تو رو برانداز کنه لعنتی هر جام که داشتی سقوط میکردی آمریکا هوا تو داشته در عمل همینجا تو فشارهای اقتصادی و اینا بود بایدن پدر سوخته اومد تحریما رو ازت برداشت حفظت کرد چرا اذیتمون میکنی هی آمریکا اگر به ما حمله نمیکنه اسرائیل اگر به توازن قدرت داریم با چی توازن قدرت داری با موشکی که میزنی از مسیر لذت میبره کاری به هدف نداره با چی نه آقا آمریکا و اسرائیل نمیخوان تو رو بردارن البته اسرائیل بعد از هفتم اکتبر من فکر کنم که میخواد ورداره ولی قبل از هفتم اکتبر که مطمئنم اسرائیل هم نمیخواست تو رو ورداره همونطور که اسرائیل نمیخواست حماس رو ورداره یه حماس رو اونجا به عنوان دشمن ویترینی خودش قرار داده بود هر وقت تو کرانه باختری و خودگردان میخواستن قدرت بگیرن حماس در حقیقت مار کبرا رو توی آکواریوم شیشه ای نشون میدن میگه خطرناکه حسن خطرناکه منتها بعد از هفتم اکتبر قضایا چند شده اینقدر اینکه به شما حمله نمیکنن نذارید به حساب شاخ بودنتون خواهش میکنم واقعیت چیز دیگه یه دوست عزیز و نه ضرورتا ایدئولوژی ببینید سهیونیزم به مدت 20 سال یک ایدئولوژی نجات پرستی از طرف سازمان ملل شناخته می شد اینها حرفای من نیست همه اینها مبنای سازمان مللی داره شما نمیتونید بگید که این ایدئولوژی به راحتی فقط مشکل مثلا تشیع در ایران یا اسلامگراه هاست اینها پوششی است بر مبانی قدرت در سیاست و در مطالعات امنیت در منطقه‌ای که کاملا موازین و قدرت در اون به هم رخته ما الان شاهد این هستیم که آمریکا قدرتش و نفوذش در منطقه به شدت کاسته شده کشوری به نام چین داره به عنوان یک بازیگر جدید نقش بازی میکنه در فلسطین خب به تو چه عطا این که الان آمریکا ضعیف شده اینه که همه حرف چرتی اون چیزی که میگید ولی ببین اینکه که میگی چین قراره آره چین قراره به تو چه چین که تو هم کارت بازی قرار داده که خب که چی اینه که داری به هم که چی در رابطه بین آمریکا و بین ایران و سعودی ببینید اگر عربستان سعودی داره تلاش میکنه توازن ایجاد کنه بین غرب و چین دقیقا به این خاطره که این اینها در سیاست هاشون تجدید نظر دارن میکنن نه اینکه اینها همیشه این گونه بودن عربستان سعودی بدون اجازه آمریکا هیچ کاری نمیکرد ما ما شاهد علایمی هستیم که میبینیم که عربستان الان به راحتی به آمریکا نمیگه نه فقط اینکه نمیگه همسوی با ای پوتین سیاست های نفتی خودش رو میچینه موازنه قدرت در منطقه به هم به تو چه ببین حرفایی که داری میزنی این بخشش حرفش درسته یه بر حالا موازنه قدرت برای اینا که خود زیادی کاری داری میکنه ببین بزن من یه مثال ساده تر بزنم مثلا الان شما پول گذاشتی تو بورس یا هر چیزی یه پولی داری میخوای ببینی با این پول چیکار میکنی دلار میره بالا پایین فلان اینا با این دو پول میگه آقای پولمو اینجا سرمایه گذاری کنم یا اونجا بعد چهار پنج تا رفیقید که همتون پول دارید تو حسابتون دارید با هم بحث میکنید که پولتون رو کجا سرمایه گذاری کنید بعد یکی این وسط میاد که این آدم مثلا اهل کار نیست اهل پول جمع کردن نیست تو جیبش مثل بچه شیای پیران چارخونه شیپیش سقاب میزنه یا شیپیش مثلا در حقیقت ملق میزنه و خرابه بعد این هم میاد بین اون پنجتایی که پول دارن تو حسابشون دارن فکر میکنن پول کجا سرمایه گذاری کنن این آدم هم میاد تو بحث نظر میده به تو چه تو پول داری تو الان تو جیبت بولی هست و پولی هست تو حساب بانکیت پولی این پنج تا اگه دارن بحث میکنن پول تو حسابشونه دارن فکر میکنن پولشون رو برن دلار بخرن طلا بخرن سرمایه گذاری کنن چی کار بکنن تو این وسط چی میگی تو که هیچ وقت پول جمع نمیکنی که تو اصلا کار نمیکنی که حالا حکایت آقای ساله علمه جمهوری اسلامی که درگیر تنبان دختران خودشه همه چیزش هم فیک و در راستای دستاورت سازیه که یه صدی اگر چند سال پیش مثلا در دوران روحانی افتتاح شده در دوران رئیسی دوباره قرار همون صد افتتاح شده رو افتتاح کنه به خاطر همین هم مثلا شهید قمپوز در کردن میشه شهید دستاورت سازی میشه این واسه داریم میگه آقا عربستان اینجوری امارات اونجوری چین اینطوری روسیه اینطوری توازن و قدرت داره عوض میشه آمریکا اونطوری درستم حالا حرفاش اینجا کامل اشتباه نبود یه از حقیقت هم داشت به تو چه ولی عربستان داره برای آینده خودش 15 ابر پروژه را میندازه چین داره سرمایه گذاری اقتصادی میکنه آمریکا بخش قابل توجهش بحث سرمایه گذاری اقتصادی در شرکتاشه داره امنیت میفروشه پول میگیره اصلا حداقل حس امنیت رو میگه میفروشم پول میگیره روسیه هم تو منطقه اومده داره سرمایه گذاری انرژی میکنه با کشورها چین چینه که گفتم امارات هم که تو همین حوزه است تو یه دونه میادین نفتی آرش هم که اسمش آرشه فعلا که کویت و عربستان کشیننش بالا هیچ اونجا هم نته تو این وسط که درگیر تنبان زنان قدر دستی و درگیر پوزیده بازی و درگیر در حقیقت محور مقاربت بازی و اینا هستی بقیه دارن اینجا بحثای جدید در مورد توازن اقتصادی میکنن تو اصلا در چارچوب اکونومیست ببب... کجای کاری اینو به من بگو <applause> تو این که شیش هزار نفرت کشته شدن تو جنگ سوریه و انقدر خاک سری بشار اسد دستش کامل باز کن شد... بشار اسد سقوط میکرد دستش کامل باز که آقا کل سوریه مال شما ولی تو ارزه نداشتی کاری کنی تو رفتی اونجا کشته دادی ولی مخالف بشار آقای محمد بن زاگر الان قلب اقتصاد دمشق گرفته تو کشته دادی ولی آقای اردوغان الان اومده مهمترین قلب اقتصادی سوریه یعنی حلب و گرفته برای همینم قراره بعد از ده سال با هم دیدار داشته باشن ماه دیگه تو این وسط چه گویی میخوری هی منم منم میکنی توازن داره عوض میشه دنیا داره چنج میشه به تو چه تو کجای کاری تو که افغانی افغانیام کشورت گرفتن که هیزر 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 تو نا کجا با تحلیل کردن پنجتا تا شیش تا که پول دارن دارن با همدیگه توازن قدرت انجام میدن تو این وسط چی میگی تو که نفتت هم داری حراج میکنی تو چی میگی تو که نفتت هم داری به قول نماینده مجلس حراج باز باز خود شرف داره نفت دوزی انگار داری میفروشی به چین تازه پولم نمیگیری پول هم نمیگیری دو سومشو داری تهاتر میکنی حرام لغمه دو سومشو داری تهاتر میکنی بهت کالا میدن خاک بر سرت کنم که حتی کالا انقدر شعور نداری که حالا که داری کالا میگیری کالای مواد اولیه کارخانه یا ماشین آلات سنگین کارخانه بگیری کالای مصرفی داری میگیری انقدر بی شرفی تو شیه من شاشیدم به اون صورت حضرت علیت که حتی کالای مصرفی هم میگیری اون چیزی که خودت میخوای نمیگیری اون چیزی که اون میخواد بهت میفروشه بعد تو داری در مورد به چی صحبت میکنی آی ساله علم به خاطر اینکه میری ایران میای به یه پولی میدن یا هر چیزی خیانت آقا فروش تمهم به مردم خیانت داریم نفتمون و ارزان قیمت به چین میفروشیم یک سومش پول نقد میگیریم دو سومش کالا میگیریم کالایی که میگیریم نه مواد اولیه کارخانه است نه ماشینالات سنگینه کالای مصرفیه که ارزش افزوده خورده و هر کالای مصرفی هم چین به ما نمیده میگه تو خودت نمیتونی انتخاب کنی مثلا کالای مصرفی میخوای دستمال ورداری میگه نه من برات انتخاب میکنم تشتک در نوشابه بهت میدم زیپ شلوار میدم جا مهر نماز بهت میدم من بهت میدم در این حد داری نفت مملکت رو نابود میکنی و تو نشستی اینجا میگی عربستان و فلان و فلان توازن قدرت توازن قدرت به تو چه پنج تا آدم هم پول تو جیبشونه دارن در مورد سرمایه گذاری صحبت میکنن تو اینکه تو جیبت هیچی نداری تو چی میگی این وسط رفت به اینجوری با اطلاعات صرف تا صد داره پروپاگاندا میکنه آقا صرف تا صد این داره ضد اطلاعات اونم ضد اطلاعات به مثل, مثل نازل و نامش استاد دانشگاه تو پشم صورت من نیستی؟ تار حکومت ها در منطقه نیز بر همون اساس به هم میریزه و این باعث میشه که اون چیزی که تعیین میکنه رفتار این کشورها ساختارهای قدرت و نه ضرورتا اخلاقیات و یا ایدئولوژی هایی که باز میگه نه این ساعت تناقض دیگه کم آوردم باز به نتانیا میرسید میگفتش که اخلاقیات اینا چرا رفتن دست دادن برای نتانیا این جنایت کرده باز میگه اخلاقیات مهم نیست آقا واقعا دمت کرد از اون سوء استفاده ابزاری میشه نزد همه چه کشورهای غربی چه کشورهای غیر غربی چه در منطقه چه ایران چه اسرائیل از اون دارن استفاده ابزاری میکنن با خان برداشت بفهم ببینید دقیقاً پام. اخلاق جای نداره تو سیاست ایدول... به نتانیاهو که میرسه بعد اخلاق داشته باشه اینا که هفتم اکتبر رفتن این همه بچه رو سلاخی کردن اخلاق جایی نداره حماس میتونسته بره مردم عادی رو بکشه بعد که حالا اسرائیل که داره از مردم خودش دفاع میکنه کودک قصه اخلاق فلان اصلا واقعا تحت حالا اینجا دیالوگ این سالی علم واقعی جابران فر جالبه ب... سال بفهمید من من میگم که ببینید آن چیزی که م... فر میگه آقا تو همه که میزنی آفتاب لگن هفت از شام و نار هیچیه اینا رو ولش کن برای فاتی فکر تنبون باش ببینم جالبه میگم برای فاتی فکر تنبون باش برای بچه شیه بگم مثلا چرا نمیگم برای شهرزاد برای مثلا شخصیت ایرانی مثلا برای پورچیستا برای فلان فلان مثلا فکر تنبون میگم برای فاطمه فکر تنبان باش فاطمه زهرا زن علی این همیشه تنبون نداشت تو کوچه محله راه میرفت و دیگه بچهای من مح... علی ازدواج کرده بود ولی بچه های محله داماد شده بودن برای همین این جمله فاطمه مثلا اینا برای فاطمه تنبان نمیشه از اون موقع مونده ازش همیشه هم متن شنیدی دیگه اینا برای فاطمه اینا برای فاتی تنبان نمیشه از کجا میاد از همین که فاطمه همیشه میگم علی با علی ازدواج کرده بود ولی بچهای محل همه داماد شده بودن حالا حکایت اینه آقا جاوید من میگم آقا اینایی که تو میگی اینا خربوز آبه برو فکر نون باش مردم گشنن مردم آقا همین امروز داشتم با یکی از بچه‌ها صحبت میکردم تو همدان پنج بار امروز برقشون رفته پنج بار بعد به هم میگه برق ما رفته و اینا گفتن من میدونی درکی از قطعی برق ندارم 13 ساله منی که در سوئد زندگی کردم در کانادا زندگی کردم الان دارم در جزایر قنوری زندگی میکنم تا الان برقم نرفته دو بار برق ما رفته اونم قبلش اومدن گفتن که آقا یه صد قراره تو محله کار کنن تو کل 13 سال تا من درکی از قطعه برق ندارم آقا ما امو پنج بار برقمون رفته حالا در این شهر ببین ابتدای... ابتدایات زندگی مردم ایران به فنا رفته اصلا یادتون باشه شما وقتی ابتدایات زندگی مردم وقتی ابتدایات ندارن دیگه بقیه حرفا مزخرفه یعنی شام و ناهار و اجاره خونه و دقیقه یخچالش پر باشه و اینا اگر نباشه بقیه حرفا مفته به خاطری که ابتدایات زندگی وقتی که نداشته باشی کرامت انسانی به چالش میرسه وقتی تو نتونی شکم خود سیر کنی نتونی شکم خانوادت سیر کنی نتونی شکم بچه تو سیر کنی دوچاره عدم اعتماد به نفس میشی کلا فرو میریزی جمهوری اسلامی اعتماد به نفس مردم ایران رو به خاطر این چرت پرتا نابود کرده منهدم کرده بعد اون وقت چهار تا حرام لقمه جاکش پدر مثل ساله علم با پول جمهوری اسلامی خارج از کشور دارن مهمات میفوشن ضد اطلاعات میفوشن اونم بسیار نازل یعنی ازم عجب یک در حقیقت یک شیشه شیشه بسیار بسیار نازدو که ارزان قیمت اکادمیک جلوی خودشون گذاشتن و تلاش میکنن خودشون رو به عنوان یک فرد اکادمیک معرب واقعا حرفاشون رو من میشنم بعد بچه گونه است چفت تا سر حرفا اینا بچه گونه است یار مطالعات امنیت هر هد... اصل من من میگم که ببینید آن چیزی که معیار مطالعات امنیت هست جان انسان هاست در مرحله اول و نه قیمت گوشت و مرغ جان انسان سیه از حکومتی که گفتمان اول شهادته میگه حالا جان انسان ارزش داره اوکی بعد میگه جان انسان ارزش داره نه گوش. اون آقای جاولان میگه آقا گوشت و مرغ در ایران وضعیت خرابه با مردم ایران گوش نمیخورن ولی میگه جان انسان ارزشه شما بحث قذر پیش میکشه چه داره جان انسان ها فقط در غزه ارزش داره آیه سالی علم در سومالی که الان از زمان جنگ هفتم اکتبر تا الان 150 هزار نفر در سومالی کشته شدن اون اصلا هیچ کی خبرش نداره اون اونجا جان انسان ارزش نداره چون سیاپوستن یا چی یا الان برای اسرائیل ستیزی شما که در حقیقت مقدمات ظهور رو بخواید مثلا فراهم کنید امام تایم زور کنه از سومالی قرار نیست اتفاقی بیفته همه اینا قراره از مثلا اسرائیل یا فلسطین بخواد رخ بده داره میگه در تهران در ایران مردم گوش ندارن بخورن میخواد آدرس غزه رو به ما بده این اینا, ف... اینا همه چیز دیگه انتظار زنو که معیار مطالعات امنیت هست جان انسان هاست در مرحله اول و نه قیمت گوشت و مرغ جان انسان سی هزار زن و کودک فلسطینی چگونه اینها قیمتشون چقدر بوده برای اسرائیل جان صدها هزار ارا... آقای جاودان فر میگه برای مبارزه با اسرائیل قیمتش چقدره که مردم ایران گوش نخورن مردم ایران کرامت نداشته باشن مردم ایران اقتصادشون ضعیف باشه آی ساله علم میگه که برای اسرائیل جان انسان چه قیمت داشته بله قیمتش به خاطر حفظ موجودیت اسرائیل من که اینو از اول گفتیم میخوای پاسخ بگیری واقعا اسرائیل برای این موجودی هر کسی این کارو میکنه تو هم این کارو میکنه تو هم پاش برسه به خاطر زن و بچه در یک فضایی که اگه آخر زمانی باشه پاش برسه خیلی کارا میکنی قیمتش رو فهمیدی؟ قیمت جان و بچه قیمت جان ها در قضه به هزینه مردم اسرائیل و اسرائیل تعهد به مردم خودش داره نه تعهد به دگری که در عالم ناکجا آباده و اینقدر بیشور در که تو زل گرما زنان خودشون هجاب میذارن مردم مجبورشون میکنن هجاب بذارن اسرائیل تعهدی به مردم قضه نداره اسرائیل مردم به اسرائیل تعهد به مردم تلاویو داره تعهد به حیفا داره به خاطر حفظ امنیت اینا پاش میرسه هر کاری میکنه خب پاسخ گرفتی حالا تو پاسخ بده ما که هرچی از شما سوال میکنی که آدرس اسرائیل رو به ما میدی حالا تو به من پاسخ بده برای مبارزه با این توهماتی که داری داری میگی برای این مبارزه با اسرائیل هزینهش برای مردم ایران چقدره خب جواب بده دیگه نمیدن هیچ وقت جواب نمیدن همیشه سوال مثل احمدی نژاد با سوال و همیشه ناکجا آباد سر بالا جواب همین که جواب نداری یعنی خودتونم میدونید که خراب کردید آب قطع که به خاطر سیاست غلط آمریکا در عراق کشته شدن چقدر بوده و جان افغانستانی که برای شما مهم نیستش که مردم تو این بدبختی دارن زندگی میکنن شما که ایرانی هستید شما که در تهران هستید نظر شما در مورد بدبختی اقتصادی فرق و, و, و این همه مصیبت که اومده برای مردم ایران چیه خب این لحظه که این منیر جابرافه هم من بهش نقد کردم اینجا به درستی حرف میزنه و اینجوری یه میشه من داشتم دیشب تالا اینا آنالیز روانیش میکردم دیدم که یه ایرانی داره یعنی یه عرق ایرانی داره واقعا برای مردم ایران اینجا ناراحت شد از این بابت از ایشون بعد آدم آدم باید می یه صداقت داشته باشه من منیر جاودان تحلیلاش تحلیلاشو واقعا مشکل دارم چون آدم چپیه ولی ببین یه اسرائیلی اینه منیر جاودان و من کارم روانشناسی نقشم بازی نکرد واقعا بهش فشار اومد حداقل من اینجوری برداشت شما دیگه برداشتی که من منیر جاوران فرداشتم دیدم که نقش بازی نکرد که بخواد آی وای مردمی واقعا ناراحت شد که دیدین اصلا پشمشه مردم ایرانی سالی علم این داره میگه مردم ایران گشتن فلا این داره آدرس غزه رو میده میگه آقا ما ب... تو میخوای ببینی که قیمت کشته شدن 40 هزار نفر تو غزه چیه حفظ امنیت اسرائیل پاسخ گرفتی حالا خفه شو خوردی هستش تو حالا تو به ما بگو هزینه این دلقک بازی ما علی اسرائیل چیست برای مردم ایران جواب نمیده و من منیر جاودانفر ناراحت میشه و من اینجا خوشم اومد یعنی نشون داد که میدونی یه... یه احساسی داره به مردم ایران این اینو باید اعتراف تا تازه چپ هم هست نظر سیاسی ولی آدم بعد بگه دیگه نظر شما چیه آقا جاودانفر بس, بس اصلا بفهم آره عصبانی نشید عصبانی اصاب... سال قربون شکل بر. منم عصبانی میشم آدم هستم برای که تو بیرگ سیب زمینی نشستی ازت داریم سوال ساده میپرسیم بگیم تو اگه منافع ملی که حالید نیست من توضیح هم دادم دیگه دو ساعت که اگه منافع ملی حالید بود الان یه دیواری کشیده بودی جلوی ما افغانستان بعد از 45 سال که اینجوری کرور کرور نریزن تو کشورمون که همه قتل امنیت ملی چیه امنیت ملی آقای جون آقای کارگردان تراز اول مملکت آقای مهرجویی و همسرش بود که شما این همه افغانی داره جنایت میکنه گفتم آقا پدیده یه. تجاوز به زنان جلو شوهراشون کاری که ایزان افغانی دارن در ایران میکنن این خطر هم افغانی ها مگه شوخیه تازه همین امسال به 500 هیئت به 500 هیئت فردا شب نشون میدم هیئت در ایران مجوز دادن که فعالیت 15 هیئت حسینی افغانی ببین چقدر تو ایرانن که 500 هیئت افغانی اجازه عزاداری برای حسین دادن تو اینجا منافع ملی نمیفهمی وقتی یه 500 هیئت افغانی اجازه فعالیت در ایران میدی یعنی ذهن تو فرقه شیعه است تموم شد در فرقه شیعه منافع ملی نافهمه تو منافع ملی نمیفهمی تو فقط برای فرقه شیعه کار میکنی تموم شد رفت مثل یه, فردی که مال سازمان مجاهدین خلقه پدر مادراشون میرفتن جلوی کمپ اشرف اسم بچه ها رو صدا میزدن بچه ها با سنگ پدر مادرشون رو میزدن بعد میگفتش که مازیار پاشو بیار میگم من مازیار نیستم من علی هم اصلا مال چی مجاهدین خر من پدر مادری مثل تو ندارم مغزش شوسته شو خورده دیگه شما در راستای مغزشویی شیعه دارید کار میکنید منافع ملی رو نمیفهمی ازم نافهمی در این حوزه حالا اینجا نشستی میگی آقا عصبانی نشید آدم عصبانی میشه بلکه تو اصلا مردم ایران پشمته این همه تو اونجا هرچی هر چی از سوال کردن گفتین مردم غزه مردم غزه به مردم ایران که رسید دوباره مردم غزه روشن شد کجا وایسیدید نمیشه که برای کشته شدن بحسا امینی و نیکا شاکرمی و سارینا و این همه دختر خوشگل زیبا رو پسران خوشتیب در درون ایران ذره دلتون نلرزه بعد برای افرادی که تو غزه حالا میدونیم وضعیتشون چیه حامی تروریست بودن و اینا اونجا یک دفعه اینقدر احساساتتون اکتیو بشه یه پدر سوخته گریه دیگه نمیشه که بیایید توجیه کنی کشتن نیکا شاکرمی رو خودتون پاره کنید که نیکا شاکرمی خودکشی کرده کشته نشده ولی در عین حال برای دختران و پسران غزه خودتون رو پاره کنید یه پدر گری در شما هست دیگه قربونت برم اول که مردم ایران بدبخت نیستن بسیار سرفراز هستن که میتونن در 14 اپریل یک گستاخی اسرائیل رو محکم جواب بدن شعار آیا جواب هم یه مردم ایران بدبخت نه این میگه مردم ایران بدبخت نیستن میتونن در 14 اپریل یک گستاخی اسرائیل رو جواب بدن اولا مردم ایران پاسخ ندادن به اسرائیل رژیم شیعه یک نمایش مسخ انجام داد که هیچ پاسخی هم نبود چون موشک از مسیر لذت بردن با مقصد کاری نداشتن ما میار بدبختی مردم ایران رو در چارچوب رفاه میتونیم بررسی کنیم دیگه نابود شدن طبقه متوسط ایران دهک های متوسط رفتن به دهک های پایین یعنی بدبختی ای ما در بحث که دیگه قرمونه برم میخوایم کلکل کل کل کنیم که های سال علم هی تو یه چرت پرتی بگی من میگم آینه اینجوری که نیستش ما میخوایم به یک حقیقتی برسیم سنامون هم, هم, هم اون جوریه که دیگه واقعا گذشته از دوران کلکل کل, کل بچه گونه در دوران مدرسه ابتدایی معیارهای بدبختی ملت ایران یعنی که در همون لبنانی که الان وضعیت اقتصادیش فاجعه است مصرف سرانه گوشتشون در سال سی کیلوه و مردم ایران چهار کیلوه در سال داشتم حساب میکردم من و همسرم در ماه 25 کیلو مصرف سرانه گوشت خجالت کشیدم مردم ایران متوسط سرانه گوشتشون 4 کیلو من نمیگم تو چیزام نیست روزنامه هم میهن همین آیه زیدآبادی که خیلی میخواد بگی این حکومت هم باید بمونه اون تو روزنامهش تحقیق کرد نوش رسانه اقتصاد نو نوش تجارت نو نوش رسانه های اقتصادی در ایران اینو در حتی روزنامه اصولگرای فرهیختگان هم این گزارش رو تایید کرد که سرانه مصرف گوشت مردم ایران 4 کیلو قربونت برم این که دیگه اپوزیسیونت نمیگه که اینو روزنامه‌های داخلی دارن میگن چه اصلاح طلب چه اصولگرا این معیار بدبختیه والا من نمیدونم در هیچ جای دنیا معیار خوشبختی موشک اولا موشک رو زده بودی خورده بودی باز معیار خوشبختی مردم ایران نمیشد ولی من نمیدونم اکی حالا موشک زده ای که نخورده معیار خوشبختی مردم ایران در ادبیات آقای صالح علمه تو اینجا نیومدی که روشنگری کنی تو اومدی وظیفت انجام بدی برای اربابت که میری ایران خیلی همه چی اوکی باشه اینا تو حقیقت نیمدی بگی تو آگاهانه مامور ضد اطلاعاتی اون میگه آقا مردم ایران دستشون خرابه گوشت و مرغ و فلان و اینا رو وضعیت اقتصادی اجاره خونه هر, هفته باید هر سال باشه هر شش ماه بعد مردم ایران هر سال باید مردم ایران چند خیابون تر بیان هر جایی که هستن دیگه نمیتونن اجاره بهاشون رو بدن اجاره خونه نمیتونن اونایی که دیگه مستجرا نابود دارن میشن تو ایران و اون داره اینو میگه باید آقای سال مردم ایران خوشبختن چون تونستن موشک بزنن پس مردم اسرائیل خیلی خیلی خوشبختن دیگه مردم آمریکا که چی همه رو اوجن تو میتونن ماهواره پرت کنن تو مدار زمین اذیتمون نکن درو خدا اگه به این خوشبختیه که افغانستان هم خیلی خوشبخته چون شما که جرئت نکردید با افغانستان درگیرشید افغانستان دهن ب... شما که جرئت نکردید با پاکستان درگیرشید افغانستان دهن مرزبانان پاکستان رو تا الان سرویس کرده از پاکستان اوج خوشبخت دیگه چی افغانستان اوج خوشبخته بر اساس تعاریف شما بدبخت نیستن بسیار سرفراز هستن که میتونن در چهارده اپرایل در یک گستاخی اسرائیل رو محکم جواب بدن و اسرائیل نتونه در مقابل اون جوابی بده اسرائیلی که دکتر یعنی دفاعیش اینه که اگر به من ضربه وارد شد چنان ضربه ای جواب میدم که دیگه اون شخص نتونه کاری انجام بده ما میبینیم که در 14 اپریل من تایید نمی کنم ای کاش در خاورمیانه ای بودیم که یک فشنگ یک اسلحه یک جنگ یک منازعه نبوده اما این گونه نیست دیدگاه من یک دیدگاه ایدئالیست نیست ای کاش مهم نیستش مردم ایران گشنه تشنه فلان زد سرای کربلا دیگه بود اما بر اساس واقع دیدگاه های واقع... واقع واقع گرایانه واقع گرایی اصلا رژیمی که در عصر ایران 403 در عصر گوشی هوش گوشی در حقیقت هوشمند و در عصر هوش مصنوعی در عصر کنسرت های آنچنانی در سرتاسر سر دنیا گیر میده به پوشش مردم واقع گرایانه میتونی در موردش صحبت کنی هر اون لقمه اسرائیل نتوانست حمله ایران رو حتی جوابی بده که بتونه مردم خودش رو قانع کنه ببینید ما در خاورمیانه این داریم به سر میبریم ما داریم در زمانی زم زندگی میکنیم سپری میکنیم که واقعیت داره همه رو داریم خودم رو اینترنت میخونیم الان رو تحریف میکنی لعنتی حمله که اسرائیل پاسخ داد و غیر و اینا همه تو هم قانع شد آقا تو سی تا این 300 تا موشک زد هیچ چیش نخورد این یه دونه زرد خود به اس 300 جمهوری اسلامی همه دوزاریه افتاد و تو داری چی میگی آیه سال علم کجای کاری که جان انسان ها برای قرب پشیزی ارزش نداره و ما اینو هفته ای پیش در کنگره دیدیم ده 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 شما چی میگن <تصفح> واقعا نمیدونم چی میگه واقعا آیه جاورانفر منم نمیفهم چی میگه آیه همیانو مرسی که دوباره میگم ما هفته پیش تو کنگره دیدیم که یک کار اومده اونجا دست داده تا همین الان ده بار گفتی که در حوزه مس همین الان دوباره گفتی که آقا اخلاقیات ها جایی نداره در رال پلیتیک دوباره رسید آقا این شش بار این قضیه رو مطرح کرد شش بار پینگ پونگی گفت نتانیاهو در کنگره آمریکا دست دادن براش این اخلاقا زیر سواله و همون اندازم برگشت گفتش که ما اگه یه کاری میکنیم اخلاقی نیست بر اساس رال پلیتیکه واقعیت های دیپلماتیک و واقعیت های نظامی و واقعیت های جاری لزوما نباید اخلاقی باشه خب چه جوری اینا رو تو انقدر تناقض داری منم نمیفهمم واقعا داره چرت و پرت میگه رسما واقعا اینجا جواب نمیده حق داشت که ایشون داره چی میگه واقعا داره چی همهشون مزخرف میگن از دم با خودشون میشینن تو عالم ناکجا آباد این ذهنه اصلا نه مال کجاست تا علی زاده و این علی عبدی رو بب... اینا میشینن تو تو یه ناکجا آبادایی برای خودشون تحلیل میکنن خرکف میشن با هم میگن با هم میخندن با هم بررسی میکنن کجا تو یه دنیای موازی <تصفح> سر میبریم که جان انسان ها برای قرب پشیزی ارزش نداره و ما اینو هفته پیش بیشده... خودش تو قرب داره زندگی میکنه دیگه استرالیا از نظر دیسکورس چیزش از نظر کانتکست توی قرب قرار میگیره دیگه چیزش حالا جغرافیایی نه ولی فرهنگی تو قربه خودش داره در یک فضای غربی زندگی آقا قرب اگه برای جان انسان ارزش قائل قرب نمیشه قربون میرم تو همون جایی که برای جان انسان ارزش قائل میشن عراق پاکستان افغانستان ایران دوم خروستون اینجاست دیگه دوم خروس اینجا زده بیرون در داخل ایران اینا وظیفه دارن حسین حسین و این چرت و پرتا بگن بیرون ایران دیگه حسین خریدار نداره بعد با واژه منافع ملی اینا بتونن همچنان یک تنفسی کنن بازی رو باختید در تمام حوزا در تمام حوزا باختید اینجا هم داری دست پای علکی میزنی کنگره شما چی میگن اسرائیل پنج جواب داد من نمیفهمم واقعا شما از کجا خیال یا جواب میدید بله ببینید شما دارید در مورد خرابکاری ها میگید اگر خرابکاری های ز... که اسرائیل در ایران انجام داد جنگ نیست اگر اینطوره خب هزاران موشک حزب الله و حسین هزار به شما چی میگید قربان بله 300 تا مش شما 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 چی میگید بله. من ایران واقعا ایران ایران به اسرائیل، آمریکا، فرانسه و انگلیس چهار قدرت اتمی در منطقه همزمان با اعلام قبلی حمله کرد که نشون بده که اسرائیل به اسلام قدرت دفاع این اعلام قبلی ببخشید از این حکایت این اعلام قبلی که جمهوری اسلامی کرد کردیت نیست اتفاقا این کردیت نیست این خیلی چیز بدیه به معنی الان امشب تو همین برنامه هم گفتم اینکه 4872 ساعت اسرائیل اپ داره پیام میده به لبنان که من میخوام حمله کنم اینا اینا کردیت نیست حتی استاندارد دوگانه ندارم گفتم این کاری هم که اسرائیل داره میکنه از اون بار اصلی کار میاره پایین اینکه شما 12 روز پیام پیام پس دادی پسخام دادید پس که آقا ما میخوایم حمله کنیم فلان کنیم ساعتش رو گفتی به خدا براتون کردیت نیست این برخلاف قضیه است یعنی شما ترسیدید بهشون آگاه کردید ما میخوایم بزنیم تو خدا آماده باشین موشکامون نرسه هرچند بخش قابل توجهی از موشکاتون طبق گفته آقای لوی داستین رئیس پنتاگون خودشون افتادن <تصفح> اصلا رهگیری نشدن خودشون نداره و ما دیدیم که اگر ایران میخواست میتونست کار متفاوتی رو انجام بده خب اگر میخواست میتونست کار متفاوته بعدش چی میشد نمیخواستید دیگه نمیتونستید حالا که موشکاتون که نرسید ولی اگر موشکی هم داری که میرسید و واقعا میتونستی کاری کنی خب نشون دادی که جان زاهدی براتون ارزشی نداره نشون دادید که اون اومده مهمترین فرماندهاتو کشته دو تا سردار توی کنسولگری خود تو سوریه کشته تو در پاسخ بخاطر که جله افکار عمومی خودت قرار گرفتی برای مصرف افکار عمومی خودت دست به یک نمایش زدی بچه یا الاذ روانی و اینا دوچار افت شده بود در نظر روانی اینا اصلا مطالبه کردن تو در حقیقت حمله به اسرائیل نکردی تو در حقیقت نمایش برای افکار عمومی حزب الله مذهبی خودت کردی که امیدوارم هر شب اینجا میشینه رو زخم این بچه حزب الله یا نمک میپاشه تو خواستی مرهمی بل و نمایشی که نمایشی هم بود یک مرهم نمایشی روی این زخم بچه حزب الله یا بذارید همون شد رفت این واقعیت اون یارو عملیات وعده سرت تو میگی وعده صادق وعده کذابته وعده باطلته کجا شو وعده صادق بود وعده وعده باطل بود تو اون مصرف داخلی داشته از نظر بوده نظامی یک افتضاح نظامی بوده 300 تا موشک بزنی نخوره افتضاح هست تو سیصد تا موشک زدی میگیم چند تا قرده هیچی اینکه که هنر تو نیست دوباره حکایت جمله که همون شب توی اسپیس آقای دولتشایی گفت به درستی هم گفت خاطره ای از آقای کسروی و از آقای این یارو مرتیکه که تروریست نواب صفوی گفت نواب اینو داشتن کلکل میکردن کل میکرد. آقای کسروی میگه آقا معجزه این عمل چیه گو آقا با سوسمار صحبت میکنه نواب صفوی میگه میگه با سوسمار صحبت میکنه آقای کسروی گفته بود با سوسمار با چه زبونی صحبت کرده میگه به عربی میگه خب اینکه که معجزه سوسماره چون عربی که زبان مادری محمد بوده اینکه که سوسمار اومده به عربی صحبت کرده این معجزه سوسماره نه معجزه محمد میگیم چند تا موشک زدیم میگه 300 تا میگیم چند تاش خورد میگه هیچی میگه خب اینکه که معجزه گنبد آهنین اونه <تصفح> نه ما چون اراده کردیم زدیم ما فلانیم مگه به اراده کردن و زدنه به خوردن و نخورده <تصفح> ببین این پوفیوزا از آپریل تا الان 14 آپریل تا الان دارن کل عملیات شکست خورده رو برای ما میکنن وای به روزی که اینا تو شیعه ای خدا شیعه رو شناخ به شاخ بشه خر رو شناخ به شاخ نداد فکر کن اینا اگر تو تاریخ در یک جایی از تاریخ این بچه شیعه حرم لقمه یک پیروزی داشت میل میکرد مثلا تو روز آشورا اینا برنده میشدن فکر کن مثلا علی در این حکومتش اینا به پیروزی میرسید مثلا حالا خوب تو همه جنگا مجبور شد که به غلط کردن و صلح و اینا برسه تسلیم بشه فکر کنم علی واقعا با... آقا این هیدر هیدره چقدر چیز میشدی هیدر 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 هیدری هی که میگن از یک طول زندگی شکست خورده تازه در اومده علی طول زندگی شکست خورده دیگه 25 سال خونه نشین و فلان و آخرم که به حکومت رسیده تو چهار سالش دو سومش تمام اطرافیان و نزدیکانش بهش خیانت کردن اختلاس کردن همان هم باهاش چنگیدن هزار کشته رو دست مردم عربستان گذاشته از جمله یاران نزدیک خودش و غیره و اینا برای چهار سال هم که دیگه کونشو پاره کردن شمشیر ابن ملجم رفته وزارت ماتتش تازه دل یک طول زندگی شکست خورده از یک حکومت ورشکسته تازه هی در هی در در میاد اینا اگر یک پیروزی در تاریخ داشتن ول میکردن ما رو خوب این عملیات وعده صادق تو دیدیم یه آب یک افتضاح یک نمایش افتضاح بود که هی میگن وعده صادق وعده صادق شرمآور آقای سال علم ببینید در خاورمیانه ای که نمایندگان کنگره آمریکا پشیزی برای سی هزار کشته زن و کودک فلسطین اخلاق. و برای یک کسی که متهم به جرایم جنگی است متهم به نسل‌کشی است ایستاده کف میزنن و... تو همین برنامه چهار بار گفتی که تو رئال پلیتیک و تو بس روابط بین الملل و اینا اخلاقیات جایی نداره چرا همش وای خدا چقدر تکرار کردین هر اون لقمه تشویق میکنن شما نمیتونید به فکر قیمت ماکارونی و مرغ و گوشت باشید شما باید تو الان هر اون لقمه بدتر از من چهار تا پرده گوشت هم آوردی اینا تو الان ناهار دیر بشه گوشت و مرغ دیر بشه تو استرالیا میشینی اینجا این زرا رو بزنی از خود من من اگه الان غذا من قبل از برنامه و غذا بخورم این کوفته اگر نخورم زندگیم به راه نباشه میشینم اینجا اینقدر زر بزنم زری که داری میزنی چون ابتدایات زندگی حل شده چون انسان اول از همه دنبال ابتدایات زندگیشه ابتدایات زندگی که حل بشه دازه میفته به دنبال کارهای دیگه من الان یخچانم گوشت و مرغ نداشت باشه وضعیت مالیم خراب باشه داستان و و و میشینم اینجا هر شب اینقدر زر بزنم نه دیگه چون ابتدایات زندگیم حله میشینم تو هم همینطوری بعد چطور به مردم این که میرسه الان تو شرایط ابتدایی زندگی دهنشون سرویس شده در له میشه میای به مردم میگی که نه آقا مردم الان نباید فکر گوشت و مرغ باشن مردم الان باید به این فکر کنن آقا مردم ایران تو که امروز پ... به من پیام دادی پنج بار برقت قطع شده تو همدان تویی که به این پیام آقا روزی نیست صد نفر پیام ندن آ ایران پول داری بفرستی اصلا باور نکردنی ای از ایران شمایی که الان نیاز مالی داری شمایی که گوش نخوردید شمایی که وضعیت اقتصادی تو خرابه در این شرایط تو باید به این فکر کنی که کنگره آمریکا به آقای نتانیاهو جنایتکار جنگی تریبون داده براش دست داده این تحلیل آقای صالح علمه شرمآور نیست خب آقای صالح علم فقط برای مردم غزه و فقط برای نتانیاهو اینا این عواطف و اینا باید کار کنه دیگه برای مردم سومالی که 150 هزار تا تو همین مدت کشته دادن چی؟ پیچ پیچی نخوچی، چی آر پیچی ها خجالت آور دیگه سطح تعلیم میگه آقا مردم ایران گوشت و مرغ مهم نیست مردم ایران دق دق سخنرانی آقای نتانیاهو رو تو کنگره آمریکا دارن بدونید که در یک و خودش کجاست تو استرالیاست است اینا هم که معلومه که گوشت خوره دیگه قشنگ رو بر هر وعدش بدتر از من گوشت بخوره و قشنگ باید بلمونه به مردم ایران میرسه شما مقاومت کنید ما در خارج از کشور داریم بالاخره ما میگیم مقاومت کنید شما تحمل کنیم ما داریم اینجا بالاخره زندگیمون میچرخه تمام اینه که دفاع میکنه از جمهوری اسلامی جز علی علیزاده که گره گشن است بقیهشون یه پول پلهی بهشون رسیده فقط علی علیزاده خاک تو سر اونم به خاطر که واقعا اون تازه به رای پول در آوردن یاد گرفته یه سری چیزا رو ولی چون لیاقت زندگی نداره اون فقط چیزه داستانش خرابه <تصفح> نگاه کو هیکلو نگاه کن به خاطر همین چرت و پرتا کلی پول گرفته نگاه کو نشسته گوشت و مرغ مهم نیست مهم اینه که آقای نتانیاهو رفته کنگره آمریکا و این خیلی بده همچین منطقه تختن و برای یک کسی که متهم به جرائم جنگی است متهم به نسکشی است ایستاده کف میزنن و تشویق میکنن شما نمیتونید به فکر قیمت ماکارونی و مرغ و گوشت باشید شما باید این رو بدونید که در یک همچین منطقه ای کشورها فقط بر اساس ایدولوژی منفعت خودشون دارن رفتار میکنن و این کارو داره آمریکا انجام میده و این کارو داره اسرائیل انجام میده مسئله این نیست من نمیگم این کارو نکنم من میگم اگر کسی دیگه هم این کارو کرد شما حق ندارید بگید شما بولو. حق ندارید من حق دارم بله من دارم من دارم میگم که این بله اون چیزی که غلطه اینه که اسرائیل حق داشته باشه کاری رو بکنه اما دیگران حق نداشته باشن این غلطه متشکرم آقا اون چیزی که تو داری میگیم مزخرفاتی بود که گفتی ایرادی نداره اون دو تا خب این این اصلا تمامش کنیم واقعا شرم بود این صحبتایی که این صالح علم کرد و من خیلی پیام داشتم که آقا پاسخ بده ببینید این پاسخی که ما دادیم با حوصله خیلی کمک میکنه تا این افرادی که میان بدونید چقدر دارن دروغ میان جمهوری اسلامی هیچ درکی از منافع ملی نداره تمام حضور منطقه ایش برای فرقه شیعه است تمام درگیریش با اسرائیل برای اینه که طبق های قرآنی و اسلامی و اینا اینا درگیرن با یهودیا حالا چرا خودشون هم نمیدونن دیگه بالاخره درگیرن به خاطر اینکه محمد رو زایه کردن اینا از, از چهار تا سوال در مورد حالا داستان های توراتی پرسیدن گفتم تا اگه پیامبری بعد اینا رو بدونی محمد هم زیرش زایید بعد از اون این درگیری ها شروع شد یه بخشش هم یهودی ها طلا بلا داشتن محمد میخواست طلا ملا اینا رو بدوزه براشون داستان درست کرد که آقا یهودی ها بدن فلادن دیگه زد همشون رو تیکه پاره کرد جمهوری اسلامی همه اینکه ب... ب... اسرائیل برای ما دوست نه ما... ما گفتن هیچ کشوری دوست ما نیست حالا اگه چون دوست ما نیست حالا ما باید باش درگیر باشیم نمیگم باشید یا نباشید من میگم وقتی دور تا دور تو مگه بقیه با دوستن خطر افغانستان و خطر پاکستان و خطر باکو و خطر آقای اردوغان و اتفاقات تو عراق همچین چیزه وقتی که کنارت چسبیده این خطر به چسبیدن به اسرائیل یه خود مشکوک قضیه دعوای اینا فقط صرفا دعواهای فرقه شیعه است اینا اگه از منافع ملی چیزی میفهمیدن وضع کشور ما که چهار فصله این همه منابع داره این نبود روی این همه منابع نشستیم وضعیت کشور ما اینه آی ما اگه نجنگی میان ایران رو میگیرن مثل افغانستان و عراق و یمن و غیر و اینا آقا این حرفا چیه تو همین منطقه عربستان هست امارات هست کویت هست قطر هست اینا که خیلی کشورهایی هستن که بنیه در حقیقت بزاعت جغرافیایی و بزاعت نظامی هم که ندارن اینا چرا داستانشون هیچ وقت دارن همون اردن هست آقا اردن یه جنگ شو شو حالا دیدی بشه چطور اینا هم هستن ولی چرا هر کدوم از شماها که دنبال کرم شیعه بازی هستید توتون یه اتفاقی میفته اینا یه سوالات جدیه دیگه حرفایی که این جماعت میزنن اگر راست میگن برن ایران زندگی کنن اونایی هم که ایرانن شما میبینید دیگه از این حرفا نمیزنن در ایران هم بیشتر جنس میره تو جنس کرمچاله بازی و میره تو جنس فراماسونری و تو جنس امام زمان بازی چون اونجا ادبیات اونجوری میطلبه در خارج دیگه نمیتونه حسین رو بهت بفروشه در ایران میرن تو کانتکس آشورا بازی و امام زمان بازی و مهدویت تمام تحلیلگراشونا در خارج جنسه یه قول متفاوت میشه نه خارج اینا باید دیگه ای خود از منافع ملی و فلان و اینا بگن اصلا مشکل اینه که جمهوری اسلامی منافع ملی نافهمه این قضیه آقای علم رو بذاریم کنار خیلی هم براش وقت گذاشتیم ولی لازم بود